سلام عزیزم، سلام، ظهرت بخیر. مرسی. چطوری؟ خوبی؟ چطوری؟ ممنون، متشکر. بجراند خوشگلی. خیلی آره، ستاپ و اینا عشان فکر کردم کجا بذارم اینو. من حالا کامپیوتر و آیپد و گوشی و... حالا اون ور من خیلی حالا خوبه که مشخص نیست، این ور رو خوب ستاپ کردم. خوبی؟ آره مرسی، متشکر. خیلی خود را چگونه گذراندید؟ دیروز چیکار کردم؟ خیلی یادم نمیادش چیکار کردم. الان دیگه همه روزا شبیه هم شده. آره، کدوم ویکنده، کدوم ویکدیز. دقیقا خیلی شبیه شده. واسه همین خیلی یادم نمیاد دیروز چیکار کردم. خب ببین، من سوالا رو دو دسته کردم. یکی این که اونایی که ربط معماری و هوش مصنوعی و اینا داره. یه سری هم راجع به چیزای شخصی که مثلا بزرگترین دستاورد زندگی چی بوده و مسیر رو چجوری پیدا کنیم و اینا. به نظرت با کدوم شروع کنیم؟ فکر کنم از یه چیزی که چی میگن یخ شکن باشه. از اون شروع کنیم. خب یخامون رو آب کنیم. خب فکر کن که برگردی عقب، مثلا تازه داری درس میخونی، علامه تو همیشه باهوش بودی، همیشه درس خون بودی و نمیدونستی کدوم مسیر رو انتخاب کنی. میخواستی که انتخاب مسیرت رو شروع کنی، نمیدونستی بعدا موفق میشی، نمیدونستی اصلا این مسیری که دوست داری یا میخوای فقط پول سازی باشه. چجوری به جنبندی با خودت رسیدی که چجوری بتونی مسیرت انتخاب کنی؟ اوکی. خب، یا مسیر یا هدفت مشخص بود که هدف مسیر رو مشخص میکنه بود؟ خب اول من سلام به همه آدمایی که الان توی لایف هستن بکنم و اینکه میخوای یه اینتروداکشن خیلی کلی بکنم از خودم. اول از خودت توی چیز پست نوشتی، ولی خب حالا ممکن آدمایی باشن که اون پست رو نخونن. پست نریده باشن. آره. خب من وینام، بعد نمیدونستم من چند سال بالای تو بودم دبیرستان. راستش که بعد گفتم با هم دبیرستان میرفتیم با بهار، چیز علامه طباطبایی، شعبه دخترونش. بعدش سال 2000 من ورودی 87 معماری دانشگاه تهرانم، هنرهای زیبا. بعد بلا فاصله که لیسانسم تموم شد، در عرض 2 هفته نامزدی گرفتم، دفاع لیسانسمو داشتم و رفتم سفارت ویزامو گرفتم اومدم آمریکا. یعنی همه اینو توی 2 هفته اتفاق افتادش. و از سال 2013 آمریکام اینجا Masters of Science in Architecture با فوکوس روی Computational Design و Sustainability گرفتم و بعدش هم که اومدم دکترا و الان دیگه آخرای دکترا که به زودی هم دفاع میکنم و اینها. این اینتروداکشن کلی بود. حالا بخوام برگردم عقب، این که میگی که مثلا کلن مسیر رو چجوری پیدا کردم اینا، خب من هیچ وقت اصلا معماری نمیدونستم چیه. مثلا برگردیم به دبیرستان، واقعا هیچ ایده خب نداشتم و من نمیدونم حالا تجربه بقیه آدما چطوری بوده، ولی توی دبیرستان خیلی به ما نمیگفتن توی دانشگاه چه خبره، چه رشته هایی، اون رشته ها به کجاها میرسه. یعنی واقعا هیچی مشخص نبودش و من توی دبیرستان خیلی عاشق شیمی بودم، خیلی خیلی شیمی دوست داشتم. یعنی خود میدونی دیگه، اصلا کلا شیمی خیلی دوست داشتم. میدونم هندسه یادم خیلی دوست داشتم و اصلا اینجوری بودم که خب من تهش میخوام که حتما برم شیمی بخونم، شیمی محض بخونم و اینا، و واقعا علاقه زیادی داشتم. بعد دیگه کلمه مهندسی شیمی هم میشنیدم که مثلا یه چیزی هست مثلا مهندسی شیمی، خب دیگه چه بهتر دیگه، مهندسی هم هیچی هم واقعا هم نمیدونستم خب اصلا چی به چیه. بعد ولی خب مثلا واقعا بالاخره مشاور می آورد مدرسه و اینا، آدم یه اینسایتی بالاخره پیدا میکرد. ولی من کنکورم که دادم و همه چی اینجوری بودم که خب من شیمی میخوام بخونم. خب موقع انتخاب رشته و اینا که شد، خب من با امینا اینجوری بودم، خب عزیزم مثلا اوکی شیمی خوندی، مثلا بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته مثلا با شیمی. و واقعا هم توی ایران خب شاید نمیدونم، یعنی واقعا الان نمیدونم، ولی حداقل اون موقع توی ذهنیت هم این بودش که من واقعا با شیمی میخوام چه کار میخوام بکنم. مثلا اینجوری بود که هر شیمی میخون معلم میشد. دقیقا. و خب هیچ ایده ای نداشتم. مهندسی شیمی هم یه ذره برام ترسناک بنا، یعنی ترسناک نظر میرسید که اینجوری اوکی بودم که بگم اوکی من اصلا میرم مهندسی شیمی میخونم و اینا. ولی راستشو بخوای
من خب مام بابام خیلی به من راهنمایی کردن تو اون مدت و واقعا شناختی که خب من اون موقع از خودم هیچ شناختی که نداشتم میدونی، یعنی من نمیدونم واقعا چند درصد از بچهای دبیرستانی یه به یک شناخت خیلی عجیب غریب از خودشون رسن که بدونن خب الان میخوان چی کار بکنن. خب خودم اصولا نگاه میکنه بین مام بابا چی میگن و این حرفا، و من راهنمایی که بهم کردن چون منو میشناختن که خیلی مثلا به حوزه هنر و دیزاین و اینا علاقه داشتم این بودش که وینا استاپ شدی اه. بگو این بودش که آره این بودش که آره مام بابام مثلا گفتن که چون تو مثلا هنر و دیزاین و اینا علاقه داری و مثلا یه سری بالاخره چون مثلا کارات خوبه و اینا تو این حوزه بیا برو معماری. چه کارایی میکردی که بهشون ببین اینجا من مثلا آله خیلی این چیه الان مثلا یکی بگه من اینجوری کدش میزنم که مثلا آخو معماری نقاشی نیست نقاشی خوب جدی میگم مثلا خیلی کار دستی و اینا خیلی دوست داشتم مثلا کار دستی درست میکردم واقعا بچه ها اصلا معماری کار دستی و نقاشی نیست به خدا ولی میدونی یعنی اینجوری باشه که اوکی آقا تو یک دید مثلا هنری اصولا داری معماری میتونه مثلا گزینه مناسبی باشه از رشته ریاضی رفتن و این حرفا و من خب معماری زدم و معماری هم قبول شدم و خیلی ببین اتفاقا من داشتم به این قضیه فکر میکردم که کلن انتخابهای زندگی من هیچ وقت اینجوری نبوده که خیلی بشینم فکر بکنم که وای حالا این الان چه اتفاقی میفته بعدش چی میشه موفق میشم نمیشم نمیدونم مثلا حالا هرچی اصلا خیلی به قول معروف اصلا اوورتینکش نکردم و خیلی زیاد نیومدم به قضیه فکر بکنم یه سبک سنگین خیلی در حد ابتدایی کردم که اوکی مثلا حالا این چه اتفاقی میفته و اینا ولی واقعا اوورتینک نمیکنم اصلا تصمیمو و میرم تو دل کارو میگم که خب حالا یا میشه یا نمیشه و واقعا این قضیه به صورت ناخودآگاه از همون اول مثلا اول حالا زندگی که شروع کردم تصمیم گیری کردم واقعا بوده و تا الانم هستش. رفتم اون معماری و یعنی یه جورایی پرانتز باز کنیم تو اصولا هدفت مسیرتو مشخص نمیکرده مسیرت هدفتو مشخص آره 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 همیشه نگاه میکردم تو اون شرایطی که وجود داره تو اون شرایطی که هستم تو اون موقعیتی که مثلا موقعیتی که توش هستم بهترین تصمیمی که میتونم بگیرم چیه. خب و واقعا هم همیشه کمک کرده چون همه ما بالاخره بر اساس شرایطی که توش هستیم تصمیم میگیریم دیگه. خب با یه حالا نیم نگاهی به اینکه آینده قراره چه شکلی باشه. ولی ببین مثلا چجوری بگم خیلی اینجوری خیلی مسیر خطی مثلا چیزی نبوده بگم خب این لم شده باشه که اینو میخوام واقعا نبوده. یعنی حتی الان توی موقعیتی که الان هستم خیلی شاخه شاخه رفتم این ور اون ور و نهایتا مثلا تو برایند این تابر رو نگاه میکنی یه مسیر مثلا رو به بالای مثلا به یک هدفی میرسه داشته ولی خب خیلی خطی نبوده اینجوری اینجوری رفته. میدونی چی میگم؟ حالا به این برمیگردی موقع سوالهای خود معماری و چیز. حالا اگه تو بخوای خب مسیری که پس اینجوری شد که پیش اومد اون مسیره تو ترجیح داد چون که سخت کوش بودی مسیره هموار شد و هی راه های مختلف هم تان کردی و هدفت مشخص شد به صورت کلی. آره یعنی الانم الان دیگه به یک جایی رسیدم که مثلا میتونم بگم که اوکی هدف من توی زندگی اینه که مثلا به این موقعیت شغلی برسم یا تو این حوزه کار بکنم ولی اصولا خیلی چیز نیستم خیلی فیکس نیستم به هدفم. یعنی همیشه فکر میکنم خب اوکی این هدفه میتونه تغییر بکنه چون محیطمون تغییر میکنه شرایطمون تغییر میکنه ممکنه خیلی کلیشه به نظر بیاد ولی واقعیت مثلا کلیشه ترین سوال ممکن وقتی میری سر کار اینه که 5 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ کی میدونه 5 سال دیگه مثلا تصادف کرده فلج شده بابا اصلا کرونا اومده هیچکی نمیتونه مشخص کنه و این فلکسیبیلیتیه باعث انعطاف‌پذیریه باعث میشه که ما خودمون اذیت نشیم و سریعتر به مسیرمون ادابت بشیم. آره. بزرگترین دستاورد زندگی چی بوده؟ نمیدونم همه چی. یعنی بزرگترین دستاوردم نمیدونم این سوال چقدر میتونه یک دونه جواب داشته باشه. من فکر میکنم همین که الان مثلا
هنوز مثلا چند ماه مونده که 30 سالم بشه مثلا تونستم بالاخره چه میدونم جایی باشم که خودم رو توش تصور میکردم. خب این فکر میکنم واقعا دستاورد خیلی خوبی بوده. خب من واقعا از اون اول و وقتی میگم از اول واقعا اینجوری بوده که همون دبیرستان من میدونستم که من نمیخوام اصلا توی ایران تحصیل بکنم. خب یعنی کلن این واقعا بوده که من اینجا نمیمونم و از اولی هم که رفتم مثلا وارد دوره لیسانس شدم و اینا از ترم یک دنبال این بودم که خب من الان سیویمو چجوری میتونم پربارتر کنم، چه کارهای در واقع فراتر از درس خوندن مثلا معماری میتونم انجام بدم که سیویمو پربار کنم که بتونم برم. و اینجوری هم نبودی بگم خیلی مثلا آگاه بودم به شرایط ایران و اینا که بگم جنبندیشون رو دستاورد زندگی میبینی. آره آره آره. و بر همین فکر میکنم اون موقع اگه من تصور میکردم که من تا مثلا 30 سالگی میخوام که به یک مثلا میخوام مستقل باشم، میخوام مثلا یه شغلی داشته باشم که یه ایمپکتی داشته باشه، حالا من حالا میگم که کلن چه تصوری میکردم چه شغلی داشته باشم بعد چی شد و این حرفا. ولی الان فکر میکنم به اون چیزایی که فکر میکردم رسیدم و الان توی موقعیتی هم که میگم خب حالا من برای 10 سال بعدی زندگیم یه فکری بکنم که حالا از اینجا میخوام به کجا برسم. و فکر میکنم آره بزرگین دستاورد این بوده که به جایی که میخواستم رسیدم. خدا رو شد. خدا. خب بریم سر سوالای همین هوش مصنوعی. خب یکی که از ایران میخواد اپلای کنه بیاد چه رشته باید اپلای کنه؟ مثلا میتونه صرفا با معماری اپلای کنه بعد یه جایی خودش سلف استادی کنه بیاد ای آی میت کنه؟ یا اینکه یه استاد عقبتر یه توضیح کلی بدیم که معماری با هوش مصنوعی کجا همدیگر میت میکنن و هوش مصنوعی ماشین لرنینگ اینا که میاد آیا قرار جایگاه معمار رو از زندگی ها حذف کنه، جاشو عوض کنه، چجوری کمک میکنه به آدم ها؟ خب ببین دفعه میکنم که من چجوری اینو شروع کنم توضیح دادن، یعنی چقدر دیپ برم توی میخوای اصلا اینجوری بکنم، میخوای من اول شروع بکنم راجع به مثلا AI و ماشین لرنینگ و اینا صحبت کردم، تفاوتشون گفتن و اینکه کلا کاتگوری مختلف ماشین لرنینگ رو توضیح بدم که اصلا آدما چون من نمیدونم چون من اصلا نمیدونم مخاطبا چقدر پیش زمینه چیز دارن اصلا راجع به چه معماری چه یه سری ها هستن که AI حالا دانشجو بودن دوست داشتن بدونن که وقتی معماری قاطیش میشه چه جوری میشه، یه سری هم که نمیدونستن میخوان انتخاب رشته کنن میخوان اپلای کنن و نمیدونن چیه قضیه. اوکی پس بذار من یه مقدار راجع به AI و اینا بگم، تو هر جا که میخوای منو چیز بکن قطعم بکن بگو که مثلا حالا این سوالو جواب بده. آره ولی من چیزایی که آماده کردم دارم به نوتام نگاه میکنم چون میخواستم قشنگ یه حالت دستبندی بشه که پراکنده حرف نزنم. تاپیکایی که فکر میکردم میشه اینجا راجعش صحبت کرد تفاوت AI و ماشین لرنینگ چون خیلی این دوتا کلمه جای همدیگه استفاده میشن و اینکه کاتگوری‌های مختلف ماشین لرنینگ رو توضیح بدم که حالا میتونیم اونو اسکیپ بکنیم فقط صرفا یه سری مثال بزنم و اینکه کلاً الان توی معماری کاربرد ماشین لرنینگ چیه. خب و اینکه به صورت کلی ما میتونیم تو چه حوزه‌هایی کار بکنیم که اون مثلا خیلی میتونه تاپیک خوبی باشه مثلا برای بچه‌هایی که میخوان اپلای بکنن بیان که به نظر من مثلا این تاپیک ها وجود داره، این حوزه های بزرگ وجود داره که واقعا آدما میتونن SOPشون اصلا بر اساس این بنویسن و اینا. برای همین هر جا که فکر میکنی منو قطع بکن دیگه، زمان بندی هم با خودت دیگه، من میخوام ادامه بدم حرف زدنو. باشه. اوکی. فقط من قبل از همه اینا یه چیزی بگم که من هر حرفی که اینجا میزنم حالا این دیسکلیمره اینا در واقع نظری شخصی خودمه، مثلا تحقیقاتی خودم کردم و تحت هیچ شرایطی نظر و یا کارهایی که توی شرکت میکنم و ریفلکت نمیکنه. این یک متشکرم. آره بعد آدم دیگه تو امریکا که زندگی میکنیم باید همه اینا رو اعلام کنیم دقیقا، بعد اعلام بکنیم که آقا حواست باشه اینا فقط نظری شخصی خودمه
و یه چیز دیگه این که سعی می‌کنم خیلی ساده صحبت بکنم و خیلی هم تکنیکی نباشه. مرسی. در اینکه از بچه‌ای که آلردی همه این چیزا رو میدونم من واقعا معذرت خواهی می‌کنم یه ذره. عزیزم تو دوست کردی. بچه‌ها خیلی اکسایتد بودن چون این تاپیک تاپیکیه که خیلی کسی راجبش صحبت نمی‌کنه. AI زیاده، ماشین لرنینگ زیاده، ولی اصولا تو ساینس تو آرکیتکتچر نیست. آره. اوکی. خب AI artificial intelligence یا هوش مصنوعی در واقع به الگوریتم یا برنامه‌ای گفته میشه که میاد در واقع هوش یک جانداری رو سعی می‌کنه که اون رو میمیک بکنه. خب حالا ماشین لرنینگ چیه؟ میایم وقتی که ما به یه ماشین یا الگوریتم یا یه برنامه‌ای در واقع آموزش میدیم که یک کار به خصوصی رو یاد بگیره. اوکی که این یاد گرفتنم اصولا بر اساس اینه که تو بیای سمپل های زیادی رو به اون برنامه نشون بدی یا مثلا اون برنامه بیاد اون کار به خصوص رو هی با تجربه کردن بسیار یاد بگیره. خب حالا این خیلی ابسترکته ولی الان فکر کنم با مثال بشه مثلا یه ذره چیز کرد، یه ذره ملموس تر بشه قضیه. ببین مثلا وقتی یه بچه‌ای داری خب و این بچه رو مثلا بالاخره حالا توی چند ماهه یه هر چیزی می‌خوای بهش یاد بدی که آقا جون این سیبه خب و این مثلا چه میدونم گلابیه، خب تو این سیبو بهش نشون میدی میگی نگاه کن این سیبه، دفعه اول نشون میدی، دفعه دوم نشون میدی، دفعه نمیدونم دهم 15م 20م همین رو نشون میگی آقا این سیبه، دیگه دفعه 500م خب تو این بچه نشون میدی مثلا عزیزم این چیه، میگه این سیبه. خب اون یادگیری که اون پشت داره اتفاق میفته ما دقیقاً نمیدونیم، یعنی من دقیقاً نمیدونم این یادگیری الان چه جوریه تو مغز چه اتفاقی داره میفته این بچه میفهمه این سیبه. خب باید داره یادگیری اتفاق میفته. دقیقا شبیه سازی این پروسه یادگیری برای کامپیوتر بهش میگن ماشین لرنینگ. اوکی. و مثلا حالا یه مثال دیگه میتونه همین فیلترهای اینستاگرام و اینا باشه. خب تو مثلا این گوشی رو میگیری جلو خودت، خب این فیلتر میاد چشاتو دیتکت میکنه، پیدا میکنه، خب بعد میاد چشاتو درشت میکنه یا مثلا میاد خط چش برات میذاره، موجه برات میذاره و اینا. در واقع این اتفاقی که افتاده اینه که در واقع این الگوریتم ماشین لرنینگ توی بک‌اند این فیلتر وجود داره قبلا یک عالمه مثال از چهره دیده، از مثلا دیگه فهمیده که چشم کجا میشه یا مثلا در واقع کجای اون عکس، حالا چهره برای ما چهره است، برای کامپیوتر یه سری پیکسل رنگیه، مثلا میگه کجای اون چشمه و من توی عکس بعدی که میبینم که میشه چهره شما که داری اون فیلتر رو در واقع میگیری جلو صورتت، اون میاد میفهمه او اوکی طبق دانسته های من چشم اینجاست، پس من میگم چشمو دیتکت میکنم، حالا اینو مثلا درستش میکنم. خب یا مثلا توی اکسپلورر اینستاگرام هم همینه دیگه، تو میای وقتی مثلا پروفایل اینستاگرام درست میکنی، الان دقیقاً یادم نمیاد چه اطلاعاتی میدادیم بهش، ولی مثلا بالاخره فکر کنم باید تاریخ تولد باشه، جنسیت باشه، محل سکونت و اینا باشه، پس اطلاعاتی داری میدی به این، بعدش حالا که مثلا حالا وقتی داری با اینستاگرام کار میکنی و مثلا چک میکنی نه یه سری پستایی رو لایک میکنی، یه سری هشتگایی رو احتمالاً دنبال میکنی، این الگوریتم مثلا اکسپلورر حالا چیز اینستاگرام از قبل یک دیتا ست بزرگی از آدمای مختلف داره که مثلا آقا یه خانومی که بین 25 تا 35 سال داره و مثلا توی یک فلان منطقه جغرافیایی داره زندگی میکنه، مثالای قبلی مثلا از فلان پست خوششون اومده یا مثلا از فلان حالا مثلا ادورتایزمنت رو روش کلیک کردن یا هر چیزی، حدس میزنه که منیم که همون ویژگی ها رو دارم احتمالاً باید مثلا از فلان پست خوشم بیاد. خب مثلا من اگه دارم خیلی شمیرم چیزای چی میگم صفای آرایشی مثلا دنبال میکنم، خب این میاد میبینه که آقا چه مثلا چی میگن اینفلوئنسر مثلا آرایشگری و اینا حضور داره تو منطقه، اون رو به من پیشنهاد میده، یه همچین چیزیه. خب حالا بریم سر معماریه. اوکی پس ما فهمیدیم که در واقع ما داریم به اون چیز، به اون الگوریتم ماشین لرنینگ داریم یاد میدیم که یک کار به خصوصی رو با دیدن مثال‌های بسیار، با تجربه کردن بسیار یاد بگیره. ببین چیزی که توی ماشین لرنینگ خیلی در واقع پیش نیاز استفاده از ماشین لرنینگ دیتاست. خب یعنی تو باید به یک میزان بسیار زیادی دیتا داشته باشی، در واقع داره روی دیتا کار میکنه دیگه. خب و وقتی میگم بسیار زیاد منظورم مثلا 10 تا 15 تا اینا نیست، هزاران، ده ها، هزار، صد تا، هزار، میلیون ها مثلا دیتاست. درش تو هر جایی اصلا ببین تو هر فیلدی، چون من توی کامنت توی آره کامنت های پستت دیدم که مثلا یکی پرسیدش که توی مثلا رشته پرستاری و اینا میتونه کاربرد داشته باشه، کاربرد داشته باشه یا نه. ببین به صورت کلی هر جا ما دیتا داشته باشیم میتونیم
از الگوریتم ماشین لرنینگ استفاده بکنیم. اما اینکه دیتامون چقدر به درد بخور هست یا نیست، چیزی که میخوایم ازش استخراج بکنیم ولیبل هست یا نیست، اینا دیگه اصلا اینا یه بحث جداست. در واقع یه اصطلاحی هست بهش میگن garbage in garbage out. خب یعنی تو آشغال وارد الگوریتم بکنی اونم آشغال تحویل میده، چون طبق دیتایی که بهش میدی داره یاد میگیره. پس ما هر جایی که دیتا داشته باشیم میتونیم استفاده بکنیم از ماشین لرنینگ. توی پروسه معماری از همون به بسم الله که تو شروع میکنی دیزاین کردن تا اون تهش که تو میسازی و کلیدو تحویل مشتری میدی، خب با یک عالمه دیتا تو سر کار داری درسته؟ در اینکه تو پتانسیالی میتونی از ماشین لرنینگ استفاده بکنی. خب اینو در نظر داشته باشیم. ببین توی میخوام دستبندی رو اینجوری بگم که اون موقع با هم صحبت کردیم، توی حالت معمولی توی کانونشنال دیزاین، خب حالت روتین طراحی، خب ما چیکار میکنیم؟ ما فوکسمون روی چیه؟ روی آوتپوته، روی خروجیه. خب ما وقتی توی شرکت معماری کار میکنیم یا مثلا خودمون توی مدرسه مثلا بهمون یاد میدن چجوری معماری بکنیم، میگن آقا جون پاشو برو مثلا یک موزه طراحی بکن، برو یه استادیوم طراحی بکن. خب ما فوکسمون روی اونه، بعد خودمون با مثلا همتیمیامون و اینا میشینیم یه ماه دو ماه فکر میکنیم از اون که اسکیس میزنیم و طراحی میکنیم تا به اون خروجی میرسیم. تاش یه خروجی داریم یا دو تا خروجی داریم، حالا مثلا ماکسیمم. این روند معمولیه طراحیه. روند دوم طراحی که پارامتریک یا الگوریتمیک دیزاینه، خب چون خیلی اینو ممکنه کانفیوز و قاطی بکنن با مثلا طراحی با ماشین لرنینگ و اینا، خوبه که این در واقع چی میگن این دیستینکشن رو بینش داشته باشن. توی پارامتریک یا الگوریتمیک دیزاین تو کل فوکست خب روی پروسه طراحیه. خب یعنی چی؟ یعنی تو میای اون بر اساس یه سری روابط و قواعد میای یک الگوریتمی رو طراحی میکنی که وقتی یه سری اینپوت، یه سری ورودی بهش میدی، یه سری خروجی بهت میده. مثلا حالا مثلا تو میخوای، حالا این خیلی خیلی ابسترکت و چیزه، یعنی خیلی مثال منظور ساده‌ایه. نه خیلی میخوام بگم مثال ساده ای میخوام بگم. مثلا تو میخوای یه مکعب بکشی، خب میری توی نرم افزار راینو، اگه میخوای همینجوری یه مکعب بکشی میری مثلا دستور باکس رو میزنی، یه طول و عرض و ارتفاع میدی، یه مکعب میکشی. اوکی، ولی مثلا تو بخوای این کانونشنال دیزاینه، ولی تو میخوای الگوریتمیکلی این رو دیزاین حالا بکشی این مکعبو، میری گراس هاپر رو باز میکنی که یک ویژوال پروگرامینگ لنگویج، خب و میای میگی اوکی. بذار من یه چیز بگم که بچهای که حالا دانشجو نیستن یا حالا هر چیزی، گراس هاپر یه پلاگینه واسه راینو که شما میتونی با برنامه نویسی مثلا شیپ های عجیب غریب و اینا رو با برنامه نویسی بهش بگی که برات بکشه. اون کارو ممکنه بتونی با راینو بکنی ولی 100 سال طول میکشه. خیلی یعنی راستشو بخوای اون برای اینکه تو بتونی الگوریتمیکلی بنویسی اونو، گراس هاپر پایتون توی گراس هاپر پایتون توی راینوه که آدم میتونه باش این کارو بکنه. ولی مثلا برای تو برای کشیدن یک مکعب توی گراس هاپر میای الگوریتم کشیدن مکعب رو مینویسی. یعنی چی؟ یعنی مثلا حالا یک حالتش اون که تو میگی که اوکی من یک مستطیل برام بکش که طول، مقدار طول و مقدار عرض این مستطیل متغیره. خب ولی یه الگوریتمی که طول و عرض رو به هم دیگه میبرم، حالا هر کاری میکنه این مستطیل میکشه و یک متغیر دیگه من به این اضافه میکنم که این مستطیل هم میاد اکسترود میکنه میشه یک مکعب. پس من چند تا متغیر شد داشتم؟ 3 تا متغیر شد، طول، عرض، ارتفاع. من این متغیر رو هی تغییر بدم، مقدار زیادی مکعب‌های متفاوت این به هم میتونه بده. درسته؟ پس تو فوکست روی پروسه طراحیه. خب ولی توی ماشین لرنینگ، حالا دیزاینایی که بر اساس ماشین لرنینگن، ما در واقع یک فاز عقب‌تر میریم. خب فوکس ما روی آوتپوت نیست، فوکس ما روی پروسه طراحی نیست، بلکه فوکس ما روی ورودیه، روی دیتا است. خب مثلا ما میایم چیکار میکنیم؟ ما مثلا میایم یک عالمه مثال، خب یه عالمه سمپل از پلان های مثلا خونه های چه میدونم دو طبقه ای که ما دوست داریم، خب مورد پسند ماست، اینا رو همه رو جمع میکنیم، مثلا 1000 تا پلان جمع میکنیم، یه الگوریتم ماشین لرنینگ هم طراحی میکنیم، میگیم آقا تو بیا این پلان های منو نگاه بکن، خب بعد ببین که رابطه فضایی اینا مثلا چیه، مثلا ببین که در واقع قواعد و الگوهای طراحی این پلان‌ها چیه، بعد بیا به من یه سری خروجی بده، خب یه سری نمونه‌های دیگه برای من درست بکن که
الهام گرفته در واقع یه خانش تو، خانش اون الگوریتم از اون داده های ورودیته. خب اون مثالی که تش به تو میده جزء اصلا هیچ کدوم در واقع دایرکتلی اون مثال ورودیه نیست، در واقع خانش الگوریتم از اون مثالای ورودیه، درسته؟ در واقع خیلی شبیه به پروسه‌ای که ما خودمون فکر میکنیم وقتی میخوایم طراحی بکنیم، درست؟ به ما وقتی میگم پاشو برو یه موزه طراحی بکن، ما میریم خب کلی مثال موزه میبینیم، اون روابط رو درک میکنیم، یه اتفاقی داره تو مغز ما میفته دیدیم درک میکنیم، بعد میایم مثال خودمون رو میکشیم، مثلا موزه خودمون طراحی میکنیم که یک جوری تو میگی ای مثلا این چقدر شبیه مثلا کار فلان معماره، مثلا فلان سبک داره اینا، چون خانش خودمون از اون پلان و مثلا از اون حالا ساختمون رو حالا هر چیزی داشتیم. حالا یه سوال این وسط من مطرح کنم، وقتی که تو به عنوان معمار میای هوش مصنوعی ماشین لرنینگ و قاطیش میکنی، ماشین لرنینگ واسه لازم کمک میگیری، تو دیگه تو پروسس طراحی نیستی، توی پروسس الگوریتم طراحی الگوریتم هستی. ببین طراحی الگوریتم نه، تو یعنی at some point آره داستان، یعنی تو نمیای بهش بگی که آقا دستشوی اینجا بذار، پنجره اینجا بذار، اصلا تو اون چیزی یعنی نقش معمار میشه، نقشش عوض میشه، رولش میشه برنامه نویس. حالا نیا کن، خیلی چیز نمیشه گفت، خیلی مستقیم اصلا نمیشه اینو گفت. خب یک من اینو بگم که الان چیزایی که داریم راجبش صحبت میکنیم فعلا توی فضای آکادمیک داره روش ریسرچ میشه، توی فضای در واقع اینداستری توی شرکت معماری از این تا جایی که من میدونم واقعا استفاده ای نمیشه و اینا همش تو حوزه ریسرچه و این تنها استفاده ماشین لرنینگ توی معماری نیستش. این یکی از خیلی چی میگن کاربورد، یه کاربوردی که الان خیلی معمارا دارن اکسپلورش میکنن، خیلی هم معروف پاپولار در واقع شده بین آدما، بین ریسرچر معمارا، نه ریسرچرهای معماری. خب ولی این تنها چیزش نیست، تنها واقعا استفادهش نیست. این یه سوال دیگه هستش که چه کجاها کمک آره برای آدما نترسن که وای این الان میاد جای ما رو میگیره یا الان چه اتفاقی میفته، اصلا خیلی بحث واقعا گسترده ایه. چرا؟ یکی از کاربردهای بسیار بسیار پاپولار ماشین لرنینگ توی معماری که الان دارن روش کار میکنن همینه که الان براتون گفتم، که بیان از جنراتیو مدل ها استفاده بکنن که یک حالا حوزه الگوریتم مثلا چیز ماشین لرنینگ، یه حوزه در واقع ماشین لرنینگ که معروف ترین الگوریتمش هم گما هستن، که تو میای در واقع یه سری سامپل بهش میدی و اون میاد اون سامپل ها رو پردازش میکنه، یه سری نمونه‌های جدید بهت میده. اوکی ولی میتونه واقعا فراتر از این بره، یعنی اصلا ماشین لرنینگ میتونه واقعا بیاد به کمک معمار برای انجام دادن کارهاش، برای کارهایی که مثلا چه میدونم مثلا تو وقتی میری میشینی توی دفتر معماری، مثلا شاید اون اول کارت این باشه که تپ 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 توی همه پلانا بیای دستشویی رو بذاری. خب خود تو میتونی این کارو بدی یه ماشین انجام بده، خود بری به کارهای خیلی کریتیو تری برسی. اوکی ببین من طبق چیزایی که مطالعه کردم، خب حالا اینجا هم دسته‌بندیش کردم، میتونه همین که گفتم میتونه واقعا خیلی فراتر از جنریت کردن بره استفاده از ماشین لرنینگ. اوکی یه دسته‌بندی، 5 دسته‌بندیه. اوکی یه دونه دستش اسمش هست دیزاین اسپیس اکسپلوریشن. خب ببین اون مثالی که بهت گفتم مثال مکعبه بود توی الگوریتمیک دیزاین، خب که تو یه سری ورودی ها رو تغییر میدی، یه هزاران ده ها هزار مثلا بهت نمونه مکعب میده، تو فکر کن یه 10,000 تا مکعب داری، حالا تو فکر کن مثلا این مثلا حالا دیزاین خیلی مثلا چیزه، مثلا یه ساختمونه هر چیزی، تو اینو میخوای به کارفرما نشون بدی. اوکی تو یه 10,000 نمونه که نمیتونی نشون بدی، اصلا این نمیشه. یک استفاده خیلی خوب از ماشین لرنینگ اینه که ما ماشین لرنینگ رو بیایم ترکیب بکنیم با مثلا الگوریتمیک دیزاین، که به عنوان مثال وقتی این 10,000 نمونه رو داریم، این ماشین لرنینگ الگوریتم بیاد بین این 10,000 تا بیاد مثلا رابطه این 10,000 تا رو با هم دیگه مقایسه بکنه، مثلا بیاد کلاسیفایشون بکنه، بیاد بگه اوکی من این 10,000 تا رو میذارم توی 5 تا کلاس مختلف. خب مثلا اینا مکعبایی هم که بر فرض مثال چه میدونم مثلا چیزشون ارتفاعشون به نسبت طول و عرضشون خیلی زیاده، یا اینا مکعبایی هم که مثلا ارتفاعشون به نسبت میکنه یه جورایی حالا آره کلاستر کردنه. خب
یا حالا میشه الگوریتمای دیگه استفاده کرد، ولی یک استفاده بسیار خوب از ماشین لرنینگ برای همین دیزاین سپیس اکسپلوریشن. خب یک استفاده دیگه ماشین لرنینگ میتونه برای ریل تایم سیمولیشن باشه، شبیه سازیایی که خیلی پروسه شبیه سازی خیلی کوتاهه، مثلا در کسری از ثانیه انجام میشه. در واقع این کاری که من خودم هم توی دکترام دارم انجام میدم و من خیلی فکر میکنم واقعا خیلی استفاده خوبیه. حالا بچه‌هایی که بذار اینجوری بگم، یا تو وقتی یک حالا ساختمونی رو طراحی میکنی، خب بعد بگیری اینو از نظر انرژی و به عنوان مثال سازه و اینا آنالیزش بکنید، مثلا شبیه سازیش بکنید ببینید خب این چجوری داره رفتار میکنه این ساختمون. الان توی شرکت ها خودتو میای اینو انجام میدی، بعد تهش که دیزاین رو انجام دادی، مثلا وقتی توی فاز حالا آخری میای حالا یه آنالیز انرژی هم میکنی و چند تا عدد خیلی شیک و اینا میای میذاری و بعد مثلا به کارفرمات نشون میدی. خب و این پروسه شبیه سازی انرژی به عنوان مثال برای یک ساختمون خیلی طول میکشه، مثلا 2-3 ساعت طول میکشه. تو داده هایی که میدی، مثلا چه میدونم چه مدل پنجره‌ای دارم استفاده میکنم، لایه های مختلف دیوارم چیه، متریال هایی که استفاده میکنم چیه، مثلا یو ولیو آر ولیو هاشون چیه و اینا، بعد اون نرم افزاره اون پشتش داره چیکار میکنه، یک فرمول مثلا عجیب غریب بزرگی داره که میاد این عددا رو همه رو ضرب و تقسیم و جمع و تفریق میکنه، بعد یه عدد مثلا انرژی چی میگن انرژی کانسامپشن، انرژی مصرفی اون ساختمون رو میاد به دست میاره. این پروسه 2-3 ساعت طول میکشه. حالا تو فرض کن اون عددی که بهش رسیدی عددی نیستش که تو میخوای، تو باید انرژی مصرفیت خیلی کمتر از این باشه، بعد برگردی دوباره از بعد دوباره بری این چیز بکنی، این سیمولیشن تو ران بکنی، دوباره 2-3 ساعت طول بکشه میکشه. من توی یکی از توی در واقع کارآموزی که داشتم توی آتودسک یه جا بودش که من بعد با مثلا کلاینت های مختلف صحبت میکنم، کاستومرها صحبت میکردن، حال شرکت های معماری بودن و خیلی هاشون واقعا استفاده نمی کنن از در واقع انرژی سیمولیشن سافتورا، به خاطر اینکه خیلی زمان بره و صرفا یه سری عدد میده که حالا آره قشنگه مثلا سکسیه تو نشون بدی به کارفرمات و اینا، ولی واقعا استفاده نمی کنن. خب حالا این عدد رو به دست بیاری نشون بدی یا ندی چه فرق میکنه؟ کده که بعد نشون بدی؟ آره مثلا میبینی بعضی ها مثلا دارن طبق بعد ساختمونشون لید سرتیفاید باشه، مثلا بعد انرژی مصرفیشون از یه حدی کمتر باشه، میخوان نت زیرو باشه یا حالا هر چیزی. بعضیا براش بزن نت زیرو رو توضیح بدیم. نت زیرو ساختمونایی میشن که انرژی مصرفیشون بیشتر از این که مثل مثلا مثال واضحش سولار پنل ها هستن، مثلا متریال های مختلف مثل چوب و آجر و اینا که انرژی زیادی از دست نمیده. مثلا ساختمون ما یه دیوارش فلزی باشه بسیار گرم میشه، بعد کولر باید بیشتر روشن باشه، انرژی بیشتری از بین میره. زیرو نت انرژی وقتی پیش میادش که شما سعی میکنید ساختمونتون تا حد ممکن خودش انرژی خودش رو تأمین کنه و یه جوریه که انرژی که تو مصرف میکنی کمتر از انرژی که تولید میکنی، در نتیجه حالا اون یه بحث کاملا بزرگی داره، ولی آره ساختمونی که مصرف انرژیش بگیم مثلا خیلی پایین باشه. پس در نتیجه این سافرای سیمولیشن خب خیلی زمان برن و واقعا خیلی اونجوری داره استفاده نمیشه توی پروسه طراحی. کاری که ما میتونیم بیایم بکنیم چیه؟ این که مثلا یه بالاخره از این نرم افزارا داره استفاده میشه، یه سری دیتا وجود داره، ما اگه بیایم یک عالمه دیتای ورودی و خروجی بدیم به یک الگوریتم ماشین لرنینگ و بگیم که آقا دیتای ورودی ما مثلا یه سری یک عالمه ساختمون با متریال مختلف و نمیدونم شکلای مختلفه، این عدد خروجی هم که میبینی اینا انرژی مصرفی این ساختمون است که حالا ما قبلا یا اطلاعاتش رو توی در واقع چی میگن ریل ورلد جم کردیم، یعنی از ساختمونایی که وجود دارن این اطلاعات رو جم کردیم، یا اینکه از قبل مثلا سیمولیت کردیم، حالا هر چیزی ما این اطلاعات رو همه رو میگیریم دستبندی میکنیم به عنوان ورودی خروجی میدیم به الگوریتم ماشین لرنینگ. ماشین لرنینگ میاد نگاه میکنه که اوکی الان یاد میگیره که بین مثلا این ساختمونایی که دارم بهش میدم و این انرژی مصرفی چه رابطه‌ای وجود داره که من بعداً، و میاد حدس میزنه خب این رابطه رو که من بعداً وقتی بهش یک ساختمون جدیدی معرفی میکنم این در کسری از ثانیه بر اساس داده‌هایی که قبلاً دیده حدس میزنه انرژی مصرفی این ساختمون چیه و کسری از ثانیه واقعاً کسری از ثانیه است،
یعنی من یه سافری الان دارم دیولوپ میکنم که در واقع انرژی مصرفی یک محله رو، ساختمونه یک محله که مثلا نزدیک 2300 تا توی ساختمون داره، زیر یک ثانیه میاد برات حساب میکنه که این چقدر انرژی مصرفی این محله چقدره. پس ببین، ما اگه سافرامون، نرم افزارامون یک بکند ماشین لرنینگ داشته باشن که از قبل روی دیتاها در واقع استفاده بهش میگن ترین شدن، یعنی یاد گرفتن اون الگوها و قواعدو، ما چقدر واقعا نرم افزار میتونیم تولید بکنیم که اصلا سریع ریل تایم برامون شبیه سازی میکنه سازه رو، چی میگن، پرفورمنس مثلا سازه رو شبیه سازی میکنه، انرژی رو شبیه سازی میکنه و غیره. این دسته سافتویر هایی که مثل راینو و آرکیکد و اینا یا سافتویر هایی که برای برنامه نویسی، مثلا لیدی باگ هانیبی، لیدی باگ هانیبی مثلا نرم افزارای سیمولیت کردن انرژی ان، باترفلای مثلا برای سی اف دی، برای مثلا چون شبیه سازی جریان باد مثلا توی یک منطقه چیزی، یا مثلا نرم افزاری که برای شبیه سازی تحمل سازن، تحمل در واقع سازه طبق مثلا باری که روش میشینه و اینا، در واقع شبیه سازیه، نه اونایی که میکشن طراحی میکنن نه ازا، ولی خب میشه اونا هم باشه. خب مثلا تو میای، حالا یه مثال تو من خوب اینه که تو مثلا شروع میکنی، یادم نمیاد این دقیقا چی بود، ولی فکر کنم گوگل بودش که یه چیزی داد، یه حالت اپلیکیشنی داد که تو میومدی مثلا یک گربه رو میخواستی بکشی، شروع میکردی گربه رو کشیدن و این برات گربه رو کامل میکرد، چون طبق داده های قبلی دیده بودش حتی تهش به گربه میرسه. آره، مثلا وقتی این اتفاق داره میفته، یک همچین شیپی داره، به احتمال خیلی زیاد طرف یک گربه میخواد. یا وقتی مثلا تو داری شکل موز میکشی، خب وسطاش که رسه این موز رو برات کامپلیت میکنه، برات کامل میکنه. خب چه بس تو توی واقعا، آره، بشه واقعا یه پلاگینی واسه راینو اینا باشه که مثلا تو داری دیزاین میکنی، یه کارم خیلی سریع میشه. ببین اصلا خیلی یعنی خیلی واقعا خیلی اتفاق عجیب غریبی میتونه بیفته. من خیلی حالا یکی که میخواد اپلای کنه از ایران بیادش، آخ نه نه نه، صبر کن من سه تا دیگه دستبندی دارم چون مهمه، اینا دستبندی خیلی مهمه. این پس دو تا شد. دستبندی سوم نوشتم برای آنالیز کردن. حالا الان توضیح میدم. تو فکر کن تو یه پلان داری، نشون تو یه پلان داری، خب که تو این پلانت مثلا مبله نیستش، خب صرفا یه سری خطه که داره مثلا باوندری های این ساختمون تو نشون میده، یا حالا خط در واقع دیواراتو اینا نشون میده، ولی اصلا هیچی نیست، نه لیبل داره هیچی، یعنی تو نمیدونی کدوم فضا آشپزخونه است، کدوم فضا اتاق خوابه و اینا. تو فرض توی معمار به این که نگاه میکنی به این پلان، میتونی حدس بزنی که این چیه، کدوم فضا چه کارایی داره، ولی کامپیوتر که اینو نمیدونه. یکی دیگه از استفاده از ماشین لرنینگ اینه که بتونه حدس بزنه، حالا بر اساس دیتاهایی که میگیره و این حرفا. تو وقتی یک پلان بیدر و پیکر بهش میدی که هیچی نداره، این بتونه حدس بزنه چه فضایی چیه. این خیلی استفاده میشه وقتی که ما میخوایم از بین مثلا نرم افزارهای بیم بیست، BIM Building Information Modeling Based ها، بخوایم ایمپورت اکسپورت بکنیم دیتا، که مثلا الزاماً چیزی که از این داره اکسپورت میشه، اطلاعاتی که از این داره اکسپورت میشه، الزاماً این یکی بیم بیس سافره نمیتونه این رو بخونه، و ما مثلا این وسط یک الگوریتم ماشین لرنینگ میذاریم که اینو براش ترجمه بکنه، مثلا یه همچین چیزی. چهارمین دسته که خیلی استفاده میتونه بشه از ماشین لرنینگ برای اپریشن اند لایف دیتا است. حالا اینو توضیح میدم. ببین، وقتی ما یه معماری رو انجام میدیم تموم میشه، یعنی در واقع ساختمون رو میسازیم میره، معماری ساختمون اپریشنش تازه شروع شده، درسته؟ اغلب اینجوری که میگه خب دیگه این تموم شده رفت، خب ولی اینکه ما چی یاد میگیریم از اون ساختمون، چه اتفاقی میفته تو اون ساختمون، آیا داره درست عمل میکنه نمیکنه، معمولا اینو ما پیگیرش نمیشیم. یک استفاده خیلی خوبی از ماشین لرنینگ دقیقاً برای اینه که اون معماری به رفتار آدمهایی که توی اون ساختمون حالا دارن یه زندگی میکنن یا دارن کار میکنن یا هر چیزی، به رفتار اون آدماش بتونه خودش رو آداپته بکنه. یه مثال میزنم، ترموستات های رفتار آدم ها، منظور مصرف انرژی ایناست دیگه، فقط مصرف انرژی نه، آره میتونه به هر گونه رفتاری، این چیزایی که دارم میگم همش یه سری تاپیک های خیلی بزرگی هست که آدم میتونه راجبش فکر کنم، میرم خب مثلا من میتونم رو چیش کار بکنم.
مثلا ترموستات نست بودش، نمیدونم میدونی که اینو نداشتم قبلا. آره این دقیقا کاری که میکنه اینه که حالا برای بچه‌هایی که نمیدونن، تو اینو میزنی به خونت، بعد مثلا یه هفته دو هفته تو هی میای این ترموستات و دماشو مثلا بالا میکنی پایین میکنی، از خونه میری بیرون اینو قطعش میکنی و این حرفا. بعد از یک مدتی این ترموستات رفتار تو رو و برنامه زندگی تو رو میفهمه، خب، و بعد از یه مدتی به جایی که دیگه تو بخوای هی بری اینو خاموش روشنش کنی بالا پایینش کنی، این خودش میاد برات این کارا رو میکنه. اوکی، مثلا برای ریسپانسیو آرکیتکچر هم خیلی میتونه استفاده بشه. این نماهایی که مثلا هستش، یا مثلا پرده‌هایی که هستش که سایه‌گونه‌ای هستش که مثلا با نور خورشید و دما و اینا ریسپانسیو رنگ و طرحش عوض میشه. آره، باز و بسته میشه، مثلا نور زیاد بده تو، نور کم بده تو و اینا. خب این من همیشه فکر میکردم که آقا این خیلی نامردیه، به خاطر اینکه تو یک ساختمون یا آپارتمان کامل مثلا داری، همشو از این ریسپانسیو شیدینگا میذاری، نور میخوره همه ساختمون، بعد مثلا حالا این نور رو دریافت نکنن مثلا. خب در حالی که شاید من نوعی دلم بخواد آقا اصلا نور دایرکتلی بتابه تو مغز من. خب آره، این میانگین نمیگیره. خب یکی ممکنه مثلا رفتارش بر مثلا نگاه میکنن که آره مثلا یک اتفاقا بر اساس یه، ما تو مدرسه‌مون چیز داریم از این پنجره‌های ریسپانسیو داریم که با دما کنترل میشه و دمایی که در واقع بیسد آن اون میاد مثلا باز میشه که هوا بیاد تو، بر اساس کامفورت لول یک مرد سفید پوست آمریکایی مثلا، یعنی خیلی بایسته. ببین یعنی منی که مثلا از ایران میام، آقا من اصلا سرما این ترجمه بذار بکنید، منظورش اینه که دمای هوایی که ما میتونیم تحمل کنیم با یه مرد سفید پوست یا مرد سیاه پوست یا زن سفید پوست و سیاه پوست فرق میکنه. ممکنه دمایی که من احساس گرما میکنم 30 درجه باشه، اون سیاه پوسته یا سفید پوسته دمایی که احساس گرما میکنه ممکنه 20 درجه باشه. مرد و زن، و این خیلی ببین خیلی بده، توی محیط های کاری این خیلی بده، مخصوصا وقتی مرد زیاده. مردا مثلا سریعتر دیرتر سردشون میشه و خانما همیشه احساس سرما میکنه. و یه چیز جالبی بود که یه مقاله بود که دمای آفیساتون آوردارین، نمیدونم بر اساس خانما تنظیم کنین، بازده کار خانم‌ها بالاتر میره، به خاطر اینکه زمانی که سردشون میشه این مثلا اینجوری هم کار مفیدی اینقدر ندارن. و خیلی جالبه که اینو چجوری میشه منیج کرد. حالا تا فرض کن اگه این بر اساس ماشین لرنینگ باشه، اون وقت هر یونیت مثلا آپارتمانی اون سایبوناش بر اساس رفتار و عادتهای آدمایی که توی اون یونیت دارن زندگی میکنن خودشو آداپته میکنه. خب یعنی مثلا این میفهم، مثال ها کاملا مثلا این سایبونه میفهمه آقا جون من مثلا موقعی که آفتاب میتابه دمای بیرون فلان قدره، من دوست دارم نور خورشید بیاد تو. خب یا مثلا وقتی که چنم حالا این شرایط دیگه وجوده، دوستم یه اتفاق دیگه بیفته. این میاد از من یاد میگیره و اونا رو اعمال میکنه. درنچه توی هر یونیتی یک اتفاق در واقع مختص خودشون میفته. آفرین آفرین. در نتیجه حالا اینا همه مثال بودا، درنچه ما برای آپریشنه، برای عمل کرد و آره دیگه آپریشنه ساختمونامون واقعا میتونیم از ماشینینگ استفاده بکنیم. مورد پنجم که آخریشه برای میکینگ، برای ساختنه، برای فابریکیشنه. خب که اینم خیلی اتفاقا خیلی چیز جالبیه و خیلی هم ریسرچ داره روش انجام میشه. ببین مثلا تو وقتی که میخوای از این روباتیک آرما هستن ABB کوکا و اینا، منظورم از این روباتیک آرما حال مثلا آدم آهنی نیستش، دقیقا همین روباتیک آرمایی که خیلی تو صنعت خودروسازی داره استفاده میشه. خب اینا توی معماری خیلی وقته که اصلا اومده و آدما دارن ازش استفاده میکنن و اینا، خیلی به صورت کلی مثلا میگن برای فابریکیشن و ایناست. CNC آره اونا هم میشه. آره حالا من میخوام مثال این روباتیک آرمر رو بگم، چون خودم باهاش یک چیز مستقیم داشتم، یک تعامل مستقیم باهاش داشتم و خیلی خیلی جالبه. ببین تو مثلا میخوای بیای گل یا مثلا بتون 3D پرینت بکنی با این رباتا، تو میگه چیکار میکنی؟ تو میگه اول دیزاین رو انجام میدی، طراحی رو انجام میدی، حالا اون چیزی که میخوای 3D پرینت کنی مثلا فکر کن حالا یه استوان است. اوکی، بعدش اون دیزاین تو میای برای ربات در واقع دیکودیفای در واقع کدیفایش میکنی. خب میای میگه آقا جون
این برای اینکه ربات بتونه اینو 3D پرینت بکنه باید از این نقطه به این نقطه بره، بعد این نقطه بعد اینجوری، در واقع پثشو تو میای اینجوری میکشی، داری میای کد نویسی میکنی براش. خب بعدش اینو میدی به ربات، ربات ران میکنه. تو این کارا رو داری بر اساس چی میکنی؟ بر اساس یک دانشی که داری از رفتار متریالی که داری استفاده میکنی و از محدودیت ها و پتانسیل اون حالا رباتی که داری استفاده میکنی. خب بعد تو فرض کن این مسیر رو تو میری جلو، میری ربات ران بکنه، 3D پرینت بکنه و یهوی وسطش یک باگی داره، دیزاینر رو نمیتونه پرینت بکنه، همه چیش درست بوده ها، کدام داره درست را میشه ولی ربات نمیتونه این کار رو بکنه. خب بعد درچه تو بعد بری تا اون ته انجام بدی یا ببینی فلان مشکل وجود داره، دوباره برگردی اول دیزاینت رو تغییر بدی، کدت رو دوباره بنویسی، دوباره بیای ایران. خیلی در واقع مسیر خطی یک طرفه ای از دیزاین به فابریکیشن. حالا چطور بشه؟ یعنی چیکار ما میتونیم بکنیم که این یک مسیر دو طرفه ای بشه، این دیزاین و فابریکیشن؟ یعنی مثلا تو دیزاین رو که داری میکنی از اون ور بیاد مثلا الگوریتم ماشین لرنینگت بیاد اینو ارزیابی بکنی که این دیزاین تو آیا فابریکیشن شدنیه یا شدنی نیستش، یا مثلا اون پثی که ربات باید بره پرینت بکنه رو اونو بیاد ارزیابی بکنه شدنیه نشدنیه و همون موقع یعنی اون داره جلوتر از تو فکر میکنه. آره این آلردی میدونه که آیا این دیزاین تو شدنیه یا شدنی نیستش. بعد این فیدبک لوپی که وجود داره، این ریل تایم اینتراکشن، حالا گفتگویی که وجود داره بین دیزاین و فابریکیشن واسه از ماشین لرنینگ، به نظر من میتونه خیلی خیلی آسان‌تر و سریع‌تر بکنه این پروسه رو. حالا یه سوال که اینجا پیش میادش، گفتی گل یا آجر رو 3D پرینت کنیم؟ گل، بتون. چرا؟ مثلا چرا 3D پرینت کنیم؟ برای سیو انرژی و سریع‌تر شدن؟ نه نه نه، اینا یه سری ریسرچ هایی که الان خیلی داره روش انجام میشه. مثلا لبی که من توش کار میکنم برنده چیز شده بود، 3D Print Challenge ناسا شده بود. خب که در واقع اینا دارن فکر میکنن ما چجوری میتونیم بریم روی مریخ با ربات در واقع خونه درست بکنیم. خب تو نمیتونی مثلا متریال با خودت آجر رو اینو پول بکنی ببری مثلا میری حالا ما چیز بکنیم مثلا بزنی مثلا آجر رو توی فیلم ها میبینی وسط کوه و کمر یه دونه خونه تک و تنها اینجوری مواد و متریال چجوری آوردن برای خود، یه ربات میبرن. ببین دقیقا و در واقع چیزی که کاری که ریسرچی که داره انجام میشه اینه که ما مثلا با متریالی که روی مریخ وجود داره چجوری میتونیم یه ربات بفرستیم، حالا یه ربات مثلا که ربات بفرستیم اونجا این شروع کنه 3D پرینت کردن و یه ساختمون، حالا یک هبیتت برامون درست بکنه، یک مکان زندگی مثلا برامون درست بکنه. خب گل و کانکریت و اینا این چیزایی که الان دارن ریسرچ راجبش میکنن، یا مثلا اینکه آجر، حالا آجر چینی چجوری اتفاق بیفته مثلا با متریال‌های مختلف. حالا یه مثال بود گل و کانکریت. نه با مثلا چیز باشه، مثال بس داده بشه که کجاها چیکار کنه. حالا کسی که میخواد اپلای کنه، اینایی که داری میگی، من خب خیلی هاشو چون من توی حوزه معماری هم ریسرچ و اینا خیلی نداریم نداشتم کی از کجا بدونه روی چه حوزه هایی داره ریسرچ میشه، چون همینجوری آرکیتکچر و ای آی سرچ میکنی خیلی چیزی شواب نمیکنه، نشون داده نمیشه به خاطر کجا آدما بگردن دنبالش، دنبال آی اس آیش کجا بگردن، اینکه تو هر لبی تو هر مثلا چه من میدونم گنسلر یکی از شرکت‌های معروف معماری در دنیا، مثلا میدونم اونها یه قسمت کوچیکی از یکی دو تا از شرکت‌هاشون مثلا ریسرچ های اینجوری دارن، از کجا آدم اینا رو پیدا کنه، دونه دونه کانتکت کنه نکنه، چجوری پیدا کنه سورس ها سورس ها رو. خب ببین دلیل این که الان اونقدری حالا ریسرچ خیلی بیشتر وجود داره ولی اینکه توی ریل ورلد ما واقعا نمیبینیم اینه که خب خیلی توی ارلی استیجزشه، میدونی، یعنی خیلی الان تازه اولشه، آدما ریسرچرای معماری تازه دارن الان اکسپلور میکنن. اینکه از کجا آدم بگرده، خب توی گوگل سکالر، خب جایی که پیپرایی که تو، یعنی تو پیپر میتونی توش چیز بکنی پیدا بکنی و اینا، توی اون چی میگن لغات کلیدی رو، کیوردا رو بیای سرچ بکنی، مثلا ماشین لرنینگ اند آرکیتکچر یا مثلا ماشین لرنینگ فابریکیشن اینا، بعد بری تو پیپرا سورسای اون رفرنسای اون پیپرا رو هم باز بری مطالعه بکنی، ببین اونقدر نیستش.
خب یعنی خیلی راحت آدم به یک لوپی میخوره که اوکی دیگه الان پیپرها تکراری شدن. اینکه چه کسایی دارن روش کار میکنن، خب یه سری اسمای برجسته الان مثلا وجود داره که حالا من میتونم اینا رو لیست بکنم برای تو بفرستم که بعدا با آدما شیر بکن که قشنگ یه لیست داکیومنت شده ای داشته باشن. آره ولی مثلا ببین اینجوری بگم، مثلا تو نمیتونی بگی اوکی من برم یه دانشگاهی ببینم دقیقاً داره روی ای آی و آرکیتکچر کار میکنه. ای آی و آرکیتکچر مثل چیزه، مثلا مثل اینکه بگی آها چه دانشگاهی که داره با رویت کار میکنه یا چه دانشگاهی که داره با راینو کار میکنه. خب اینا همه ابزارن، درسته؟ آره ولی مثلا تو مستری که خونده بودی ساینس آف سامثینگ ساینس آرکیتکچر داشت. آره آره الان بهت میگم، معمولا این معمولا یعنی اغلب اوقات تو این ریسرچ هایی که توی حوزه ای آی و معماری میشه رو میتونی بری توی دانشگاه هایی پیدا بکنی که آلردی یک فوکس روی کامپیوتیشنال دیزاین دارن. حالا به اسم کامپیوتیشنال دیزاین میتونه باشه یا دیزاین کامپیوتینگ میتونه باشه، یه سری در واقع کلاستره دیگه، یه سری کلاسترهای مثلا حوزه های ریسرچ و درسیه که دانشگاه داره، مثلا دانشگاه MIT داره، هاروارد داره، پن استیت داره، UPenn داره. من دارم راجع به آمریکا صحبت میکنم، حالا میدونم مثلا چیز دانشگاه شلمرش سوئد هم داره اینو، یا یک داره ای خیلی خوب روی این چیزا کار میکنن، از اون ور USC داره روی این چیز مسائل کار میکنه، UCLA رو خیلی نمیدونم، سای آرک هم نمیدونم، اینا بیشتر حوزه‌ای خب در واقع معماری ان. آره اینا خیلی دارن روی آرکیتکچر کار میکنن، اینا که من میگم خیلی ریسرچن، در واقع دانشگاه هایی که ریسرچ معماری میکنن مصرف ساینس هن نه ام آرک، چون اینجا مصرف ساینس با ام آرک متفاوته. ببخش من یه دقیقه اینو بزنم. آره مصرف ساینس با ام آرک متفاوته، تو توی ام آرک استودیو بیسته، یعنی تو در واقع طراحی میکنی، هر طراحی میکنی بیس طراحی یاد میگیری، در دیوار یاد میگیری. آره. آره تشم میای یه طرحی رو به عنوان برای دفاعت اینو ارائه میدی و اینا. توی مستر اف ساینس ریسرچ دیگه، خب و میتونه توی حوزه مثلا سوشال باشه، مثلا سوشال ساینسز مثلا توی معماری و اینا مثلا باشه، میتونه مثلا تو زمینه ساستینبیلیتی پایداری و اینا باشه. آره کامپیوتیشنال دیزاین، دانشگاهی که کامپیوتیشنال دیزاین دارن به میتونم بگم تقریبا خیلی خوبی دوست دارن آدمایی بیان که بیان اونجا و تو حوزه AI ماشین لرنینگ و معماری بیان ریسرچ بکنن. یه سوال دیگه، یه سری آدمایی هستن که حالا AI و هوش مصنوعی اینا کار کردن توی ساینس نه آرکیتکچر، اونا اگه بخوان سویچ کنن روی معماری آیا توی روندی که داشتن فرق میکنه یا اونا باید بیس معماری و طراحی اینا رو بلد باشن؟ نه ببین ما اینجا دانشکده اینفورمیشن ساینس اند تکنولوژی مون، خب که در واقع خیلی هاردکور دارن مثلا ماشین لرنینگ و اینا کار میکنن، اینا میان مثلا با دیتا، اتفاقا اومده بودن میخواستن روی همین دیتا بیان از بچهای معماری پلان هاشون رو بیان بگیرن، پلانایی که طراحی میکنن، که بتونن الگوریتم ماشین لرنینگ روی اونا چیز بکنن، روی اونا مثلا ترین بکنن. خب الزاماً لازم نیست بگم مثلا طرف حتما باید بدونه، آخه نگاه کن پلان یه عکسه مثلا. خب و نه خب مثلا توی دانشگاه، تو دانشگاه تهران، تو همه دانشگاه وقتی میخوای معماری صرفا بخونی با تو از چه میدونم فرم فالوز فانکشن صحبت میکنن، میگن تو نمیدونم باید خط دیوار اینجوری باشه، دستشویی نزدیک چیز باشه، خالو پذیرایی مثلا باشه، چه میدونم تو آشپزخونه یخچال باید به این نزدیک باشه، به اون نزدیک باشه. حالا سوال اینه که توی وقتی که AI ماشین لرنینگ میادش به معماری کمک میکنه، ما دیگه به اینا کاری نداریم، بر اساس داده هایی که بهش دادیم از پلان آره. که داشتیم و خودش تشخیص میده و این کار رو انجام میده. در نتیجه کسی که توی AI خودش کار کرده میتونه به راحتی سویچ کنه به آرکیتکچر و AI. ببین من سویچ کردن رو خیلی، چون سویچ کردن خیلی اینو میرسونه که تو یه چیزی رو داری تموم میکنی میذاری کنار، یه چیز دیگه شروع میکنی. تو میتونی با میتونی بری مثلا یه سری کورسای معماری برداری، بگیم آقا مثلا یه پرسونا بیا تعریف بکنیم، من یه آدمی ام که اینجا دارم مثلا هاردکور دارم ماشین لرنینگ و AI میخونم توی دانشگاهی که اصلا معماری نیستش، ولی خیلی علاقه دارم ببینم این توی معماری چه استفاده ای میشه. خب من میام مثلا چند تا کورس، حالا اگه بخوام هیچی هم از معماری ندارم، میام چند تا کورس مثلا معماری بردارم ببینم که اصلا معماری یعنی چی،
بعد بیام شروع بکنم اون چیزایی که بلدم و مثلا استفاده بکنم توی دیتایی که مثلا دیتای معماریه. ولی آدم خب میتونه همکاری بکنه با یک معمار و زبوناشون پس یکیه، مثلا پایتون یه زبون مشترک بین همه اینا یا مثلا چه زبون مشترک برنامه نویسیه که توی معماری به کار میاد بیشتر از همه؟ ببین توی معماری خب پایتون خیلی اصلا توی استفاده از لایبرری های ماشین لرنینگ پایتون خیلی استفاده میشه، به خاطر اصلا یک عالم میگم یه عالمه لایبرری هست که توی پایتون نوشته شده و توی معماری توی گراس هاپر و راینو و داینامو و رویت و اینا اصلا میتونی با استفاده از پایتون بیای دیزاینات رو کاستومایز کنی، پلاگین های جدید بنویسی و اینا. نشه کسی که دانش برنامه نویسی توی پایتون رو داشته باشه خیلی راحت میتونه مثلا هر کار دیگه ای بکنه، بیاد مثلا الگوریتم ماشین لرنینگ بنویسه. خب ولی کسی که مثلا توی ماشین لرنینگ و ای آی اون هاردکورش کار میکنه، اصلا اونا دیگه یه لایه عقب‌تر از پایتون میرن، توی فاز مثلا برنامه نویسی با سی و اینا میرن، خیلی یک میان لایبرری جدید درست میکنن. کسی که مثل من معماره میخواد صرفا از این استفاده بکنه، من با یه پایتون همه کارام را میفته. اوکی. امیدوارم نیمه شاید جواب سوال بود. آره. ولی نه کامل بود. چون همین اینم خیلی، چون همونجور که گفتی خیلی چیزا توی حوزه قسمت ریسرچ مونده فعلا و اونقدر پابلیک نشده، یکی مثل من که میخواد سویچ کنه باید بدونه کجا شروع کنه. ببین من میتونم بگم که یا خیلی هم که حتی اپلای نکردن میخوان اپلای کنن و میخوان یه رشته باشه که چند سال دیگه هات باشه. ببین من چیزی که توی آمریکا یاد گرفتم و خیلی خوب میشد که اگه از همون اول میدونستم اینه که، حالا من الان ایران رو نمیدونم، من دارم راجع به ایران سال 2013 که من اومدم صحبت میکنم. به اون موقع خیلی اینجوری بودش که اوکی تو معماری خوندی دیگه تا تهش معماری، تهش آینده تو یعنی معماری، یعنی بری مثلا حالا چیز بکنی، طراحی بکنی و بسازی و فلان، تهش اینه که مثلا میری چه میدونم مثلا بساز بفروشی میکنی حالا هر چیزی، یا مثلا تو وقتی شیمی میخونی تهش اینه که باید معلم شیمی بشی. یه چیزی بگم، نمیدونم لایف مثل که 2 ساعت شده بود ولی معلومه داره به من آلارم میده که 2 دقیقه دیگه تموم میشه، تموم شد دوباره برگردیم. اوکی باش، بعد فقط دوباره ریکوست بفرستم. توی آمریکا و بازم میگم اروپا رو نمیدونم، کانادا رو نمیدونم، استرالیا رو نمیدونم، توی آمریکا خیلی اینتردیسیپلینریه. خب یعنی تو میتونی بری، من اومدم معماری خوندم، من یعنی اومدم توی رشته معماری دپارتمان معماری، ولی کورسایی که برداشتم از دپارتمان آمار بوده، از دپارتمان کامپیوتر ساینس بوده، از دپارتمان روانشناسی بوده. خب من اومدم یک در واقع کریکولوم چی میشه؟ کریکولوم خودم اومدم برنامه درسی خودم رو اومدم چیدم، گفتم که با توجه به این ریسرچ که من میخوام بکنم، من از دپارتمان جغرافی نیاز دارم کورس بردم، از دپارتمان اینی. خب درش تو خیلی اصلا خیلی جای میکسن مچ داری که بیای از این ورداری از اون ورداری با هم دیگه میکس بکنی و اون برنامه درسی خودت رو بیای چیز بکنی. و خیلی از شرکت ها، حالا شرکت های تکنولوژی ها، تو میخوای بری بذار که این نصف نشه، بریم برگردیم. داشتی میگفتی که از چیزهای مختلف انتخاب کردی برنامه خودت رو، برنامه خودت رو بشنی. آها، و اینو داشتم میگفتم خیلی از شرکت های مثلا تکنولوژی اصلا نگاه نمی کنن تو مدرکت از کجاست، به تجربت نگاه میکنن. مثلا اگه میخوان که تو یه دیتا ساینتیست بخوان، اصلا کار ندارن که اوکی من الان مدرکم مثلا داره از معماری میاد، خب میان چه پروژه‌ای انجام دادی، چیا بلدی، ازت یه تست میگیرن و اینا و بلد باشی میری کارو انجام میدی. گوگل میدونم که فکر کنم دیگه اصلا کلا برداشته گوگل و نتفلیکس و ریکوایرمنت فکر کنم خیلی ها برداشتن که آره. دیل داشته باشی یا نه. درش من که از رشته معماری اومدم مثلا خوشحالم رفتم شرکت آتودسک کار کردم که یه شرکت نرم افزاریه که مثلا همین نرم افزاری اتوکد و رویت و اینا رو درست میکنه و اومدم یه ریسرچ دیگه ای انجام دادم اون تو، یا مثلا خوشحالم رفتم این شرکتی که الان توش هستن یه شرکت ماجولار کانستراکشنه که ساخت و ساز با ماجوله، مثل پیش ساخته فکر میکنم میگم، حالا قطعات پیش ساخته نیست، حجمیه در واقع، ماجول های پیش ساخته است. توی اون فارسی نداره، شما خودسازی تصور کنین که اینجوری اینجوری با هم دیگه باشه. آره آره.
مثلا توی اون توی دپارتمان مثلا دپارتمان سافتورشو دارم با منیجرم مثلا راش میندازم و اینا، یعنی اصلا خیلی چیز نیست، خیلی محدود نیستش که وای من الان اینو خونم پس باید تا آخرش اینجوری برم. اصلا یادم نیست سوال چی بود، ولی یادم فهمیدم حتی اینجا برسم یادم نیست منم. خب بذاریم این سوال کدوم ها پرسید؟ اون سوالایی که مال لایو قبلی بود همش پرید. آره نه سیدش میکنم. آه نه اینکه سوالا چی بودش دارم نگاه میکنم. ببین آها یه سری بچه ها پرسیده بودن توی اون کامنت ها. ببین یکی پرسیده بود میشه مسئولی میتونه ترنت های آینده رو تعریف کنه. آره تو هر دیتایی بهش میدی اون پردیکشن خودشو داره. مثلا توی چیز اسمش چیه یادم رفت، آها این استاک ها و اینا. اتفاقا اون لایو سمیرا بودش فکرم اون آقا اسمش کوشیار بودش داشت میگفتش که اصلا کار درستی نیست این کار رو کردم. ببین همه چی شدنیه، تو با هر دیتایی بهش بدی این ازش لرن بکنه، این میتونه برای تو یه سری پردیکشن ها بکنه، یه سری حدسایی بزنه. تو مثلا مثلا یه مثال خوب میتونه این باشه، تو مثلا نگاه میکنی اطلاعات آخه یه وقتی موضوعی مثل کرونا رو داریم که میادش نمیدونم بوکینگ و همه بوینگ و همه اینا رو میزنه میترکونه. خب من میترکونه میترکه ترندای پردیکت کردن ترندا رو بخوای بگی. مثلا میخوام اینو بگم که تو مثلا اطلاعات یه سایتی مثل زیلو که توش واسه اینی که تو بری مثلا خونه اجاره بکنی و بخری و فلان و اینا داره، که مثلا آقا جون طی سالهای مختلف این مثلا این خونه های دو خوابه توی مثلا سیاتل هر چیزی قیمتاشون از این به این مثلا رفته، بعد اتفاق افتاده، بعد مثلا با توجه به فاکتورهای خارجی که روی این تاثیر گذاشته مثلا قیمت ها اینجوری بالا پایین شده. خب تو میتونی بیای یه الگوریتم روی این اطلاعات ترین بکنی، حالا نه این اطلاعات بخاطر توی این حوزه اطلاعات ترین بکنی و ببینی که مثلا توی 10 سال آینده مثلا چه میدونم قیمت قراره با چه چیزی بره بالا یا بیاد پایین یا هر چیزی. ولی آره برای پیش بینی ترند ها میشه استفاده کرد. بعد مجلات آیسا اینا هم که گفتی گوگل اسکولار. ببین مجله ها نه 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 بذار بگم این اینکه توی چه ژورنالایی آدم میتونه دنبالش باشه، دنبال این موضوعات باشه، حوزه معماری و ای آی و ماشین لرنینگ توی هر مجله ببخشی ژورنالی که در رابطه با کامپیوتیشنال دیزاین باشه تو میتونی پیدا بکنی. مثلا آی جی فکر کنم اسمش میشه اینترنشنال جورنال آف آرکیتکچرال کامپیوتینگ. آره آره فکر میکنم آی جی اون خب ژورنال خوبیه تو این زمینه. یا ژورنال Environment and Urban Planning B خب که B داره C داره D داره. اگه اینا رو بنویسی برای من بذاری بعد من برای آره. اون روی پست میکنم تو یوتیوب میذارم، حالا استوریشم میکنم. یه جای خوبی که آدم ها میتونن پیدا بکنن، فقط اینو بگم بعد اینا رو همه رو برات مینویسم، در واقع ببین کنفرانسایی که توی حوزه کامپیوتیشنال دیزاین توی دنیا هستش، معروف ترینش اکیدیا، ایکدی، حالا سیم ای یو دی، حالا سیم ای یو دی نه ولی توش استفاده میشه، ولی اکیدیا و ایکدی و سیگردیه. خب ایکدی برای حوزه اروپا است، اکیدیا حوزه آمریکا، سیگردی برای آمریکای لاتینه. و این کنفرانسای در واقع مادر چیزه کامپیوتیشنال دیزاینه، یعنی شما هر کدوم از اینا رو برین سرچ بکنین بزنین مثلا ای آی آرکیتکچر هر چیزی میتونین چیز میتونین خیلی چیزا پیدا کنین. و همه این پیپرها توی سایت کامین کد هستش، CUMINCAD. حالا اینا رو میفرستم تو با بچه‌ها شیر بکن، ولی توی اینجا قشنگ تو دل قضیه میتونین پیدا کنین. ولی بخواین یه ذره تکنیکال تر باشه خب اصلا باید بریم کلن حوزه های دیگه ای رو سرچ بکنین راجبه مثلا این که چنم این لایبری داری چجوری کار میکنی، الگوریتم چجوری کار میکنه، هر چیزی. یه نفری هم پرسیده تو ایران اینجوری کار میکنه، سورس تو ایران هست یا نه؟ من نمیدونم اصلا راجب ایران نمیدونم. یکی استاد معماری فکر میکنم بودن که جوابی کامنت داده بودن اینا که خوش مسئولی میاد روح طراحی رو میگیره. من خودم تو این مورد
چون که میدونم تو خیلی تو اون قسمت طراحی نبودی، بیشتر تو ریسرچ بودی، بیام اینو بگم که شما وقتی سر کار میری دیگه اونقدر روح نداره طراحی، یه سری کد داری که کدت میگه ارتفاع، مثلا از اولیه بخوای بگی ارتفاع سینک ظرفشویی و دستشویی اینا چقدر باشه، ارتفاع این چقدر باشه، میله ای که از دستگیره چی میشه، ریلین چی میشه، نرده، از نرده چقدر مثلا این نرده بیشتر بزنه بیرون، اینا همه کد داره. در نتیجه طراحی ما دیگه اونقدری روح نداره، بر اساس کد یک سری اتفاقاتی میفته که این طراحی شکل میگیره. شما ممکنه فضاتون کوچیک باشه، بزرگ باشه، و بر اساس اندازه‌ای که داری تو مجبوری آشپزخونه و جای خواب و اتاق خواب و نمیدونم حال پذیرایی و اینا همه رو تون بگنجونی. در نتیجه اونجا دیگه همچنان طراحی نمیتونی بگی روح خاصی داره. روح دادن به طرح مال زمان دانشگاه، آزاداندیشی و خیلی بدون هیچ چارچوبی اینا طراحی کردن مال اون موقع است. در نتیجه بگم هوش مصنوعی میاد کمک میکنه که همه اتفاقا سریعتر، ماشین لرنینگ سریعتر پیش بره. یه چیزی بگم خیلی قشنگه ها، این یعنی چیزایی که خوندیم توی معماری، روح طراحی و فلان و این حرفا، ولی توی دنیای واقعی بیایم نگاه کنیم چند نفر از همین 219 نفری که الان تو لایو هستن توی خونه معماری شده دارن زندگی میکنن، واقعا چند تا هستن؟ یعنی اون روح معماری و فلان و اینا اصلا یک آدینس دیگه ای داره، کسی که میتونه اونقدر پول داره بره مثلا چه میدونم فلان معمار رو استخدام بکنه بگه آقا برو برای من این خونه رو طراحی بکن. خب موزه و چه میدونم فلان و این حرفم آره میان ملت، یعنی میدن در واقع مثلا چه میدونم حالا کمپانی زا حدید یا هم چه میدونم فاستر اند پارتنرز هر چیزی بیاد اونا رو مثلا طراحی بکنه، ولی اون چیز اون اکثر ساختمونایی که ما داریم توش مثلا زندگی میکنیم اینا همه مخصوصا توی آمریکا که همشو اصلا روی کاتالوگ میکنیم، این همان یعنی مثلا من داشتم دنبال خونه میگشتم، ساختمونا بیره هر کدوم یه محل پلانا این هم بودن، این هم بخاطر واقعا از روی کاتالوگ انتخاب میشه. یعنی تو میری تو سایت میگی آقا جون من اینو میخوام و اونو پیش ساخته میارن برات میذارن، پیومه هم که اصلا خبری نیست، خدا رو شکر پنسیلوانیا که اصلا خبری نیستش. یعنی اصلا خیلی جدیه کد و اینا، ولی الان مثلا الی بودم خیلی خونه کاستم می داشتیم که چم دارم خونه سه طبقه بود، همه بورلی هیلز بود، ولی چند درصد اونا درصد بسیار کمی که بازم طرف خیلی وقتا به روح خونه عقیده ای نداره، فقط طرف میخواد که چه میدونم خونه چه استخ داشته باشه، جکوزی داشته باشه، چش همسایه رو کور کنه. خیلی روح خونه اونجا بازم معنی نمیشه. اون طراحی که ما بهش فکر میکنیم نه واقعا مارکتش وجود نداره، یعنی خیلی یک اصلا یک آدینس دیگه ای داره. و اینکه مارکتی که من فکر میکنم حالا کاربرد ماشین لرنینگ و اینا داره هدف میگیره، مارکت ریل استیته در واقع، همین حالا ما تو ایران مثلا بساز بفروش میدونیم ولی یه ذره متفاوته. اینی که تو فقط هدفت اینی که توی کمترین زمان ممکن با کمترین هزینه ممکن بتونی ساختمون بسازی و بتونی تون تون بفروشی، اجاره بدی، هر چیز دیگه واقعا اون آره دیگه فکر کنم همه رو گفتی، اینقدرم کم هزینه که طرف مثلا چون چیه با این کانترکترهایی که ما کار میکنیم، طرف اینجوریه من تو ساختمون قبلی فاسد شیر آب و اینا چون که با یه برند بود و اینا اگه همون انتخاب کنم قیمت کمتری به من میده، یعنی انقدر توی همه چی میخوان از قیمت بزنن. آره بعدش گفتیم چه کورسایی برای شروع خوبه. آها این به نظر خیلی چیز مهمیه، یعنی خیلی جالبه. ببین من خودم هم پایتون رو، آره دیگه، هم اصلا هر چی راجع به ماشین لرنینگ بوده رو کلن از چیز یاد گرفتم، کلن از کورسای آنلاین رو یاد گرفتم، کورس توی دانشگاه برداشتم. بذار بگم چه جوری شروع کردم. اینجوری بودش که من میدونستم که اول که اصلا اکسپوز شدنم به این حوزه از طریق اردوان بودش، همسرم چون خیلی توی این حوزه کار میکنه و دانشگاهی هم هست، دانشگاه کارنگی مدون، کلن کارشون اصلا ماشین لرنینگ، یعنی واقعا چی میگن اصلا ماشین لرنینگ میتونم بگم اونجا به دنیا اومده، یعنی خیلی خیلی از قدیم و قدیم خیلی اصلا چیز دارن، سابقه دارن تو این کار و هر کسی تو اون دانشگاه هستش یک جوری با ماشین لرنینگ کار میکنه. من اون موقع فهمیدم راجع به ماشین لرنینگ و یاد، یعنی همینش فهمیدم مثلا چه چیز عجیب غریب و جالبیه که تو مثلا
یاد ماشین یاد بگیره بعد چیکار بکنه، بدون اینکه تو واقعا بیای پروگرامش بکنی. بعدش پیش زمینه‌ای که برای اون لازم داره ریاضیات و آمار احتمالات و ایناست، چون همش حدس زدنه، میدونی، پردیکت کردن احتمالاته. و من چون که توی ایران توی لیسانس حداقل لیسانس معماری تو دانشگاه تهران اصلا ریاضی به ما درس نمیدادن، یعنی من هر چی ریاضی بلد بودم از دبیرستان بود که اونم خدا رو شکر هیچ وقت یادم رفته بود چی به چی بود. برای همین رفتم اینجا 18 واحد کورس آمار برداشتم. آره داشتم یه مسترز میگرفتم، بعد دیگه مسترز رو ول کردم، یعنی گفتم نمیخوام، به خاطر اینکه بعد فهمیدم مثلا نمیخوام دیتا ساینتیست بشم و میخوام یه کاره دیگه بشم. ولی خب اون کورس ها رو همه رو برداشتم و در این حال خب پایتون بلد بودم، دانشگاه درس میدادم پایتون و فقط بعد میرفتم یه سری کورس های ماشین لرنینگ میرفتم که اونو یه دونه کورس دانشگاه برداشتم توی دانشکده چیزمون مثلا کامپیوتر ساینس و اینامون و بقیه رو آنلاین دیدم. همین من از فکرم اودمی یا اوداسیتی یکی از اینا، گلچیت خیلی چیز داره، خیلی راجبه این کورس از کجا بگیری؟ از کجا یاد بگیری؟ آره خیلی داره، میتونم بچه برم اونجا نیافتن، ولی کورسرا داره ماشاءالله همه جا داره، یعنی الان واقعا توی یوتیوب سرچ بکنی یک عالمه برات اصلا کورس میادش، واقعا میتونی نگاه بکنی. ولی آره آنلاین کاملا تونستم، ولی من فکر میکنم اون پیش‌زمینه ریاضیه خیلی به من کمک کرد توی فهمش، چون فقط تو توتیوار نمیخوای یه سری بیای مثلا از لایبرری که موجوده استفاده بکنی و اینا. خب و مثلا میخواستم واقعا بفهمم چه اتفاقی داره میفته، بتونم آرکیتکچر اون مدلمو مثلا بیام عوض بکنم، الگوریتممو بتونم یه ذره کاستومایز بکنم و این حرفا. آره آنلاین میشه، یعنی اصلا به نظر من نشدنی نیستش، مثلا الان که دیگه همه چی هم واقعا آنلاین هستش، دقیقاً همه چی پیدا میشه. کدوم یکی از حوزه‌های دیجیتال بولتره؟ مثلا آنالیز داده انرژی برای طراحی فرم و معماری پایدار یا حوزه بایونیک و آنالوژی؟ بولتره. یا حالا هر چیز دیگه یعنی که بولتره. هات‌تره؟ والا من خیلی راجعه هات نیستم. آخه نمیدونم این سال چقدر سال درستیه ها، به خاطر اینکه تو میبینی کدوم رو دوست داری، تو میبینی کدوم رو دوست داری میری جلو و توی اون بهترین خودتی و قطعا بهترین خودت میشی و قطعا هم برات کار خیلی زیاده، هم ملت میذارن تو رو سرت. خب سرشون روی سرشون. آره میذارن روی سرشون. و یعنی به صورت کلی این سوال درستی نیست به نظرم، ولی حالا بخوام بگم که وای الان مثلا چه چیزی دیگه الان فلانه، واقعا تو توی هر حالا من راجبه بایونیک و آنالوژی اصلا هیچی نمیدونم و اصلا نمیدونم راجبه چیه و این حرفا، اما تو توی هر کدوم این حوزه‌ها بری الان حداقل ماشین لرنینگ توش استفاده بکنی، یه جوری ای آی رو بیاری توش، کلی هات شده، خیالتون راحت، میزان سکسینس قضیه رفته بالا، کلا کلمه ماشین لرنینگ. ولی نمیدونم جواب این سوالو چی بدم که بولد تره، واقعا نمیدونم، اصلا میگم سوال خیلی درستی نیستش. مثلا خیلی وقتا به منم خیلی میگم من مثلا کنکور دارم کدوم رشته بخونم، آقا مگه میشه یکی دیگه بپرسید کدوم رشته بخونی؟ اگه تو نمیدونم به خون حساسیت داری باهوش ترین هم باشه بری دکتر شی، تو زندگی رو زهر خودت کردی. آره بعد هم آخه به این مشکل اینه که واقعا ما تو دبیرستان بهمون نمیگن، واقعا نمیگن، ما اصلا هیچ خبر نداشتیم که چه خبره توی دانشگاه رشته ها چیه. اصلا ببین من تا این خیلی نکته مهمیه، آدم باید هی تجربه بکنه، یعنی من خیلی چیزایی که یاد گرفتم، چه حالا تو اینکه میخوام به کجا برسم، به کجا میرم، آمدنم بهره چه بود و اینا، واقعا با تجربه کردن بوده. خب خیلی کارآموزیام بهم کمک کردش که مسیرمو پیدا کنم، حوزه‌ای که میخوام توش فوکس بشم و مثلا بتونم پیدا بکنم. یا همون میخوام بگم که آدم باید با آزمون و خطا کردن ببینه که حالا کدوم سمتی میخواد بره. بالاخره تو یک جایی میتونی بگی یه شرط علاقه اولیه مهمه، بعدم وسط ها سمت آره. خطا ممکنه بشه. آره و این که آدم سوال هسته
چی؟ آدم نترسه بره جلو، تصمیم میگیری میری جلو، حالا فوقش اشتباس دیگه، خیلی اتفاق خاصی نمیفته. آره حس نکنی مسابقه از فلانی جلوتر از منه. من خودم خیلی درگیر این تلهه میشم که اینجوری هم که بقیه جلوتر من عقب افتادم، در صورتی که حالا تو جلوترین باشی اگه هپی نباشی. آره. مثل کیت اسپید میزنی خودتو میکشی. دقیقا. خب این سوالای هوش مصنوعی معماری تموم شد، حالا بریم سر این که وقتی این که تو به بچه‌ها بگو که چجوری کار آتوداسک که تو گرفتی و چقدر سمج بودن تاثیر داره وقتی که میخوای کار بگی. خب دفعه میکنم از کجا باید شروع کردیم. ما چقدر دیگه وقت داریم؟ نمیخوام که آدم ها این که دوازده رو به میتونیم اگه تو وقت داشته باشی 40 دقیقه دیگه هم داریم. خب میخوام آخه چقدر میتونم به عقب برگردم. ببین من ریسر واسه من... وقتی که کار میخوای پیدا کنی از اونجا ها شروع کن. وقتی که میخوای کار پیدا بکنی. خب من میتونم بگم که واقعا این یک جمله خیلی مهمیه به نظر من و من همیشه اینو به خودم یادآوری میکنم و از بچه های گل توی خونه هم میخوام که اینو به خودشون یادآوری بکنن که این تویی که داری دنبال کار میگردی. خب کسی وظیفه نداره به تو کار بده. خب تو داری دنبال کار میگردی و در نتیجه برای تو اون آدمایی که حالا هدف قرارشون دادی که ازشون کار رو بگیری، اون آدما میشن مهمترین آدمای زندگی تو، ولی تو مهمترین آدمای زندگی اون آدم نیستی. و بعد خب من اینو یه نظری روش بدم. خیلی وقتا شرکت خیلی مثلا معروف حتی همین گنسلر و اینا همش ایمیل میادش که اینا they are hiring، میخوان یکی رو استخدام کنن. ولی مسئله اینجاست که همونقدر که تو به اونا احتیاج داری، اونا هم به تو، به آدمی که ارزشمند باشه احتیاج دارن. اونا هم پیدا نمی کنن و یعنی 4 ماه طول نمی کشه یه پوزیشن رو پر کنن. خب حس میکنم که اینجوری نیست که فقط ما دنبال اونا باشیم. ببین اونا هم دنبال آدم، آره ببین اونا هم دنبال آدم هستن، ولی تو نمیتونی انتظار اینو داشته باشی که مثلا پورتفولیو تو براشون میفرستی بعد طلبکار بشی بگی چرا اینا به من جواب ندادن، چرا اینا منو نمیخوان فلانه. ببین تو باید خودتو به اینا نشون بدی، اون آدم الان برای تو مهمتره. خب تو به عنوان یک ایندیویدوال باید کار بگیری. اون کمپانی از بین 1000 تا اپلیکنت یکی رو بالاخره پیدا میکنه. ولی نمیدونم میتونم درست توضیح بدم. وقتی ما سمج باشیم به طرف داریم یه جورایی بکران این آلارم رو میدیم که آقا من وقتی میخوام کار بگم اینقدر سمجم، کاریم که میخوام برات انجام بدم همینقدر سمجم که برات به نتیجه برسونم. حالا این خودش یه ترشولدی داره. ببین من کاری که کرده بودم حالا برای آتودسک نبودش، اما من اون اولی که میخواستم در واقع اولین کارم رو پیدا بکنم توی آمریکا برای کارآموزی میخواستم برم، حالا سال اولی که چیز بود دنبالش بودم، هیچ جا نگرفتم، هیچ کارآموزی نگرفتم و خیلی خب اعتماد به نفسم اومده بود پایین و این حرفا. و بعدش حالا طی موقعیتی که توش بودم و محیطی که توش بودم و این حرفا، خیلی فهمیدم که نتورکینگ چقدر چیز مهمیه. اینکه تو بری با آدمای مختلف صحبت بکنی، خودتو بهشون ریپرزنت بتونی پرزنت بکنی. ببین سلف برندینگ، سلف مارکتینگ چیزیه که ما تو ایران یاد نگرفتیم اصلا. ما از خودمون بلد نیستیم تعریف بکنیم. یعنی یکی میگه که آره تو چقدر کارت خوبه، سر رو میندازه میگه شما لطف داری، نه حالا اونقدر هم نیست. نه بابا، یو اون ایت. تو و یاد بگیر خودتو بفروشی. دقیقاً. و من فکر میکنم سلف برندینگ، سلف مارکتینگ خیلی کمک کرد. اینکه من ایمیل میزدم به شرکت‌ها، ببین من آها یه چیزی اینجا بگم، من کارایی که تا حالا گرفتم هیچوقت اینجوری نبوده که بیام اپلای بکنم براش و حالا وایستم تا جواب بیاد و فلان و اینا. همیشه اینجوری بوده که یک آدم رو تارگت کردم، مثلا تو لینکدین پیدا کردم، از یه جایی شناختم، از یه کنفرانسی هر چیزی، و به اون ایمیل زدم و از اون آدم خواستم منو با آدمای دیگه معرفی بکنه. خب و تو این ایمیل زدن هم یک چی میگن کانسیستنسی داشتم، یک تداومی توش داشتن. اینجوری نبود که یه دونه ایمیل بزنم بعد برم یه 4 ماه دیگه یه ایمیل دیگه بزنم که یارو اصلا کلا معلوم نیست ایمیل رو دیده. بعدم طلبکار باشیم چرا یارو من یادش رفت؟ آقا تو ایمیل فقط یه دونه تویی. دقیقاً. یعنی ببین مثلا ایمیل می‌زدم به حالا اون طرف، میگفتم من فلانی ام، این کارا رو کردم، این ایده ها رو دارم،
و میخوام با شما همکاری بکنم. هیچ وقت نگفتم منو هایر بکنین. گفتم میخواستم ببینم که موقعیت برای همکاری هستش. من فکر میکنم کلمه‌ای که استفاده میکنیم توی ایمیل خیلی مهمه. حالا ممکنه من فکر میکنم آره خیلی خیلی اهمیت داره. اینکه تو چه جوری میگی؟ تو یعنی خودت دست بالا داری میگیری، داری میگی من دارم این کارو میکنم و من میتونم با شما این همکاری رو بکنم و این بنفیت رو برای شرکت شما داشته باشم یا برای این ریسرچ داشته باشم. خب من همه ایمیلایی که زدم به شرکت ها همه اینجوری بوده و اون طرف میکنه او اوکی مثلا این حالا من یه چیزی میس میکنم اگه نگیرمش یا چند سالش بدیم. دقیقا من یک آدمی بودش توی یه لابراتوری اینجا توی آمریکا توی برکلی بودش که من 6 ماه به این آدم ایمیل زدم. 6 ماه هر روز نها، تقریبا هر 2 هفته یه بار میزدم رو اون ایمیلم ریپلای میکردم و همیشه هم میگفتم که میدونم سرت شلوغه ولی من خیلی به این کار علاقه دارم، به مثلا ریسرچی که دارین میکنین و من میخوام مثلا شانس اینو داشته باشم که باهاتون صحبت بکنم راجع به مثلا پتانسیل مثلا همکاری بکنیم و این حرفا. خب و بعد از 6 ماه طرف یک ایمیل به من زد گفتش که sounds interesting let's talk. خب یعنی مثلا بعد از 6 ماه فقط طول کشید که همین 2 تا کلمه رو به هم بگه و این کانسیستنسی خیلی مهم بوده. یا مثلا برای آتودسکم اینجوری بودش که اولین بار که خب کار گرفته بودم، خب من از قبل چون توی به خاطر اینکه اردوان توی سان فرانسیسکو بودش منم سان فرانسیسکو بودم توی حالا محیط بودم و اینا، رفتم حضوری با آدما صحبت کردم، خودم رو ریپرزنت کردم، آدما یادشون موند. یعنی حالا نمیتونم بگم واقعا یادشون وای مثلا این آدم وجود داره، تاثیر داره به خاطر من خودم این کارو کردم و میدونم چون خیلی ها این کارو نمیکنن آدم ها یه جورایی هم تو رو یادشون میمونه به خاطر اینکه همه چون میدونن ها نمیشن برن صحبت کنن آقا بخشی منیجرتون هست این رزومه من این پورتفولیو من این کارت همه با من صحبت کنیم یا دقیقه تو مثلا تو فقط یه کاغذی دقیقه تو یه رباتی هستن بعد آره. حتی طرف رو تو نبینی میتونی دفعه بعد ایمیل بزنی من همونی هم که اومده بودم تو نبودی. این دقیقا همین کاری بودش که من واسه آتودست کردم، گفتم که فلانی یک جابی بودش که من براش اپلای کردم که در واقع مدارکم توی چی میگن دیرکتوریشون باشه، بعد بلا فاصله به یارو که میدونستم این یارو مسئول این پوزیشن است ایمیل زدم گفتم فلانی یادته اون کنفرانس بودش یا اون تاکی بودش که تو داشتی؟ من همون آدمم که اومدم ازت فلان سوالو پرسیدم و راجع به فلان چیز صحبت کردیم، این مدارکمه و حالا مثلا این مثلا این من اینترستدم حالا هر چیزی و خب گرفتم و جابو خیلی سریع مثلا چند هفته بعدش اینترویو شد و اوکی شد و همه چی مثلا خیلی خوب بود. ولی میخوام بگم که این که مثلا ما خیلی پسیو باشیم فقط صرفا اپلای بکنیم بشینیم عقب بگیم خب به نام خدا ایشالله که مثلا یه حالا اینترویو خب میگیرم. خب این سایکولوژی روانشناسی داره، ترس از ریجکشنه. ولی آره خب سو وات، ممکنه طرف ترس که تو نمیشناسه ریجکت رو کنه یا نکنه، آبروت نمیره اگه 100 بار به یارو ایمیل بزنی. دقیقاً. و حالا یه چیزی من 2 تا چیز اینجا بگم. یکی این که آدمایی که اپلای میکنن میشینن کنار، آدمایی بودن که اینجوری کار گرفتن، من خیلی از دوستای خودم همینجوری کار گرفتن، نمیگم مثلا روش نادرستیه یا هر چیزی هستش، ولی خب برای من خودم این کارو نمیکنم. خب من خودم ترجیح میدم که با طرف صحبت بکنم، خودم بهش ریپرزنت بکنم که طرف آگاهانه منو انتخاب بکنه. الانی هم که من توی پوزیشنی ام که دارم هایر میکنم، خب رزومه هایی که میاد، خب من ترجیحم اینه که برم رزومه کسایی رو ببینم که آلردی قبلش با من صحبت کردن یا یه جوری یه مثلا به هم ایمیل زدن، حالا حضوری هر چیزی، یا کسی ریکامندشون کرده معرفی. حالا هر چیزی معرفیشون کرده و اینا، یعنی من خودم ترجیحم. ولی مثلا یه نفری هم بودش که این خیلی به من ایمیل میزد، یعنی به اصلا من بهت بگم این منو دید با هم صحبت کرد، گفتم اوکی تو سیوی تو اینا رو برام بفرست ببینم که مثلا چجوری اوپنینگی چیزی بود مثلا با هم در تماسیم. هفته بعدش این ایمیل زد یه به یه جایی رسیدش که توی 1 روز 3 تا ایمیل زد به هم و من با اینکه تو ایمیل قبلی هم اینجوری نبود که جوابشو ندم، بهش میگفتم ما الان تو پروسه فلان چیزی، ما الان داریم مثلا ببینیم که آخه ببین توی بیزنس هم اینجوری نیستش که تو الان بدونی مثلا این اتفاق میخواد بیفته بعد یو مثلا بخوای هایر بکنی هر چیزی. مثلا بالاخره یه سر
و ببینی بودجه وجود داره، مثلا آیا به هدف شرکت میخوره، مثلا حالا این کارآموزی یا این کار یا هر چیزی، یعنی زمان میبره. ولی خب آدما اینو نمیدونن. اینجوری شدش که من به طرف ایمیل زدم گفتم ببین فلانی، من خیلی من درک میکنم تو چقدر علاقه مندی به این پوزیشن و این حرفا و به نظر منم خیلی مثلا خوبی، ولی اینکه تو هی ایمیل میزنی توی یک روزی و سه تا ایمیل میزنی نشون میده چقدر آدم چیزی صبوری نیستی. خب و به نظر من بهتره که وایسی تا من برم چیز بکنم. من سر قولم هستم، به خدا من به تو میگم اگه مثلا این پوزیشن حالا مثلا هر اتفاقی میفته. ولی خب ببین میگم یه ترشون نتیجه اخلاقی میانه رو رعایت کنید. دقیقا، تو نه خیلی زیاد باید ایمیل بزنی نه خیلی کم بزنی، واقعا یه چیز بینابینیه. خیلی هم فرمول الان نداره من بگم چقدر. من شخصا تقریبا هر دو هفته یه بار ایمیل میزدم که بالاخره بعد از 6 ماه دوستمون جواب داد و واقعا خیلی خوب شدش که جواب داد، مثلا کلی با هم صحبت میکنیم کماکان و اینا. خیلی خوبه، واقعا کانکشنه. به خاطر اینکه من خودم توی شرکتم دیدم آدمی که قرار بود هایر بشه و مثلا یه چند تا سافتور بلد بود، یک شو بلد نبود، اصلیه رو بلد نبود، ولی به خاطر اینکه شخصیت پر انرژی داشت، به خاطر اینکه میدونست چه جوری صداشو بالا پایین کنه، چه جوری پیگیر باشه، چه جوری نشون بده که به اون کار علاقه‌منده و نشون بده که میتونه به درد بخور باشه، اون کار گرفت. این خیلی مهمه واسه کسی که هایر میکنه. دقیقا. چون طرف میخواد یه چیز دو طرف هست دیگه، سرمایه گذاری کنه و اون تایمی که ما سر کار هستیم بیشترین تایم زندگیمونه، بیشترین تایم روزمونه و آدم ها خیلی به این اهمیت میدن رابطه شخصیشون چه شکلی قرار پیش بره. دقیقا. اینجا توی تو وقتی یه جاب دیسکریپشنی رو میبینی، یه قسمتش اینه که خب مثلا تو باید این زبان رو مثلا بلد باشی، این زبان برنامه نویسی، یا مثلا این سافت‌ور رو بلد باشی، هر چیزی. بعد آیتمای بعدی که تو باید بلد باشی مثلا excellent communication skills، خب، یا مثلا چه میدونم این که بتونی رابطه خوبی با همکارات برقرار بکنی، یا بتونی مثلا تیم ورک بلد باشی. یعنی خیلی اتفاقا این سافت سکیل هاست که ما باید بلد باشیم تا مثلا اون حالا هارد سکیل ها. و آره همینجوری که میگی بالاخره ما با آدم طرفیم، با آدما باید صحبت بکنیم. دقیقاً، فعلا همه ربات نشدیم، آدمی. این قسمت آدم بودن من دیگه باید به خودم یادآوری کنم که اولیش بیس اولیش روابط انسانیه. آره. و وقتی که مثلا مصاحبه هم میریم خیلی متفاوته که تو اینجوری باشی یا که مثلا fake it till you make it. شما الان احتیاج داریم. این چیز برات تعریف کرده بودم اینو، حالا باز بچه‌ای تو خونه تعریف گفت. آره محصله نمونه. این چیز، این شرکتی که الان هستم، مثلا من اصلا نمی‌دونستم دارم برای مصاحبه میرم. اینجوری بودش که مثلا دعوت کرده بودن که بیا حالا صحبت بکنیم و این حرفا، منم رفتم و بعدش فکر کردم میخوان، چون موقع من اتودسک کار میکردم، من فکر کردم اینو میخوان از طریق من با اتودسک کانکشن بزنن. بعد اینجا حالا بعدش مثلا طرف گفتش اینو آره ما اصلا این فلان کار رو میکنیم و فکر کنیم مثلا تو بیای اینجا و این حرفا، ما میخوایم دنیا رو تغییر بدیم. خب بعد من اینجوری خیلی مثلا اینجوری هم نشستم پامو رو پام انداختم اوشه بعد گفتم آره منم اون پی‌اچ‌دی مو شروع کردم، فکر کردم میخوام دنیا رو تغییر بدم، ولی همچین اتفاقی هم نیفتاد. یعنی اون سنس آف هیومر که مثلا میاری یا خیلی مهمه، یعنی نمیدونم چقدر اینقدر مهمه که به نظر من خیلی مهمه. خیلی مهمه به خاطر اینکه جوریه من نباید با کسی که قراره باهاش کار کنم، قرار استخدامش کنم، قرار نیست چک و چونه بزنم که چیزی که تو مغزش رو بخوام تازه مته کنم عوضش کنم. آره. چیزه الان دیدم درسته شما موافقه fake it till you make it هستید. این راده شوهر سبان ایشون خوششون الان تو اپل هم استاد دانشگاه هم هست داره مسخره بازی میکنه. ولی نه واقعا من خیلی موافقم، من هم هستم خیلی موافقم، ولی من یهو نمیام برم مثلا من سی بلد نیستم، مثلا سی شارپ و اینا بلد نیستم، مثلا یو با نمیشم برام بگم که اوه من میتونم الان مثلا یه نرم افزار فلان رو از بنی مثلا یه اپریشن سیستم بیام بنویسم. در اون حد فکر نمی کنم، ولی مثلا من جایی نمیتونم، اعتماد به نفسم اجازه نمیده، بعدم میترسم. من مثلا الان
سه شنبه سالگرد کار کردنم تو شرکتی که حالا قراره صحبت کنیم، ریویو یه ساله داریم اینا. با قشنگ من راجبش فکر میکنم میترسم، نه اینکه بترسم، و حرف زدن با استاد و رئیس و اینا یکم واسم سخته. آره. اینو چجوری تو شل میگیری؟ اینو بگو. ببین ما توی شرکتمون سیستم اجایل استفاده میکنیم برای کارمون، برای توی خیلی حالا من اصلا واقعا نمیدونم این فارسی چی میشه، اصلا توی ایران دارن از این سیستم استفاده میکنن، ولی اجایل یه بکبونش اینجوریه که اصلا هیچ هایرارکی، هیچ بالا، یکی بیاد واسه ما ترجمه کنه منم نمیدونم هایرارکی میشه مراحل، یک مثلا اینجوری نیست که تو منیجر باشی. ببین آره تایتلا وجود داره، مثلا من دایرکتورم، خب آدمی که زیر دست من کار میکنه الزاما اینجوری نیست که من بگم آی تو اینو بلد نیستی مثلا این کارو بکن اون کارو بکن، دستور نمیدم که کی چی کار بکنه. ما توی یه چیز توی همکاریم آره خطی. ما خیلی توی یه خطی کار میکنیم، یعنی من اصلا نمیام بگم که خب من الان رئیس تو هم تو باید این کارو بر، خیلی همکاری داره. برای همین من با منیجرم که منیجر خودم سی تی او شرکته، خب خیلی رنگ بالایی داره دیگه، من اصلا اون احساسو نمیکنم چون اون میاد به من کمک میکنه، من میام به اون کمک میکنم، یعنی خیلی اصلا خیلی چیزه، خیلی خطیه واسه همین. و این فکر میکنم به خاطر سیستم اجایلی که ما داریم استفاده میکنیم، مدل کار کردنمون کلا خیلی همکاری طوریه، افقیه به جای عمودی بودن. و فکر کنم اون خیلی مثلا کمک میکنه اصلا همچین احساسی نکنم. توی آتودسک هم همینجوری بودش، توی آتودسک هم واقعا همینجوری بود، یعنی منیجرم هیچ وقت منیجرم نبود، واقعا رفیقم بودش، میگفتش که اصلا کارهایی که به من ربطی نشد بیا بگو مثلا نظرت چیه، تو چون مثلا پی اچ دی داری بیا بگو، چون خودش پی اچ دی نداشت و واقعا اصلا خیلی هیچ همین سیستم روابط انسانی دوباره دیگه. آره من آره. نمیدونم معماری شفابخش چیه، نوشتن آیا به معماری شفابخش هم کمک میکنه؟ شفابخش منم نمیدونم چیه، نمیدونم. خب یکم بریم سر سوال. آره بریم از همین تو ببینیم. آره همکاری پایا پای. همکاری پایا پای چیه؟ آها همین چیز سیستم خطی. آها خب الان سوالی اگه دارید و اینا سوال بپرسید لطفاً، برای اپلای اینجور رشته ها وقتی پورتفولیومون هیچ ربطی نداره به این قضیه مشکلی نداره قاعدتا. چجوری؟ آها یکی طرفش معماریه. ها بگو بگو تو بگو چی بگم. خواستم بگم همین دیگه سوشال معماری بودی ایران. آره بخشید تو سوالو بپرس که من بعد بگم. تو معماری بودی، بعدش مسترت که میخواستی اپلای کنی ریسرچ داشتی، درنچه آره. پورتفولیه مرتبط نداشتی، چجوری چیز کردی، چجوری مجابشون کردی که افغان بگیری، همین که پذیرش بگیری، به خاطر اینکه مقاله که نمیدونم مقاله داشتی ایران؟ یه دونه خب بود ولی خب ببین آخه خیلی مهم نیست، یعنی برای بچلر به مسترز یا که این اطلاعات من مال خیلی سال پیشه، این دارم من فکر میکنم من اون موقع چیکار کردم. به من اون موقع تنها چیزی که داشتم، من سی وی خیلی خوبی داشتم، خب به چند دلیل، به خاطر اینکه من کارای فراتر از درس خیلی انجام داده بودم. من مثلا توی دانشگاهمون توی ایران خیلی به صورت زیرجلکی سعی کردم تی ای مثلا یکی از استادا باشم، خب حالا هیچ وقت مثل اینجا نیومدن یه کانترکت یه قرارداد تی ای به هم بدن و اینا، ولی مثلا کمک میکردن. خب من یه عنوان تی ای نوشتم. از همون سال ترم سوم رفتم شرکت یکی از استادا کارآموزی، دو سال کارآموزی کردم، خب اونم داشتم. در کنارش یه سری ورکشاپ های فابریکیشن و دیجیتال آرکیتکچر و این حرفا چیز میکردم، برگزار میکردم که همونجا بودش که با اردوان آشنا شدم و کلن یک ورکشاپ دو هفته ای رو من فقط برای این ستاپ کردم که بتونم با اردوان بیشتر تعامل داشته باشم. اوه واو بچه‌ای که یادشون کرده اسپانسر گرفتم برای اون چیز، برای اون ورکشاپ تو دانشگاه تهران. بله خیلی من پراودم از این قضیه. دیجیتال چینی کلن بیسش این بود، همه دنیا فهمیدن، خب خدا رو شکر. خیلی ورکشاپ های مختلف داشتم، درس میدادم، چیز دبیرستان آقایی رو گرفتار کنی.
من روشم خیلی نردی بودش، نمیدونم خیلی آدما خوششون بیاد یا نه، خیلی هم تلاش ویژه‌ای براش شد، برای اینکه میگم اسپانسر رفتم گرفتم، یه پروپوزال نوشتم رفتم دادم دکتر بزاریان اینو چیز کرد امضا بکنه و خلاصه داستانی بود، ولی خب تش اتفاق افتاد سخته. ولی اینکه آره میگم کاره فراتر از درس خوندن خیلی داشتم، فکر کنم 5 صفحه تقریبا سی وی شدش، مقاله داشتم و اینا و ریسرچ، نه من ریسرچ میکردم، من از همون موقع توی همین فاز دیجیتال آرکیتکچر و اینا راجع به مثلا سوارم اینتلیجنس و اینا تو هم موقع که لیسانس بودم میخوندم مینوشتم که میگم فراتر بودش. و برای وقتی که برای پورتفولیو هم که پورتفولیوی معمولی مثلا معماری بودش، همین چیزای معمولی که میذاریم، کارهای دانشجوام مثلا کارهای دانشجوهایی که تو ورکشاپ ها میومدن هم اونا رو هم میذاشتم. من توی آمریکا 3 تا اروپا اپلای کردم، 12 تا آمریکا اپلای کردم، اروپا رو ریجکت شدم، آمریکا رو همه رو گرفتم، یعنی خیلی جالب بود برام این قضیه. و فکر میکنم که من شخصا این حال واسه اون کارهای فراتر از درسیم بودش که مثلا فاند تونستم بگیرم و آره فکر میکنم ولی کنکوری قشنگ. و اینو که به بچه‌های تو خونه بگین، فکر نمیکنم دانشگاه اونقدر تاثیر داشته باشه که مردم دو سه سال پشت کنکور بمونن، مهم اینه که چند جانبه برن بالا. آره واقعا، آره واقعا. حتی ولی مثلا اینجا بچه‌ای که الان اپلای میکنن خیلی شده که مثلا استاده میاد از من یا حالا مثلا بچه ایرانی دیگه که وجود دارن هستن، مثلا میپرسن مثلا فلانی ماده فلان دانشگاه است، دانشگاه خوبیه، میپرسن ها، ولی فکر نمیدونم چقدر توی تصمیم گیریشون چیز داره، نقش داره این قضیه، ولی میان بپرسن. یا مثلا میبینن مثلا میدونن که مثلا تو لب ما از چی میگن نسخه‌های مختلف معماری دانشگاه تهران داریم، خب برای همین دیگه اسم مثلا دانشگاه تهران رو میشناسن استادا و هر کی از اونجا اپلای میکنه میان مثلا به اون میگن خب اینو میشناسی نمیشناسی این کیه چیکارا هست هر چیزی. ولی از مسترز به دکترا پورتفولیو، من پورتفولیوم تغییر خاصی نکرد، چون میگم همش ریسرچ میکردم، باید سابمیت میکردم پورتفولیو برای جایی که اپلای کردم، ولی مقاله ها و اس او پی، اسمش اس او پی نیست واسه یه چیز، آن پروپوزاله، پروپوزالی که سابمیت کردم اونا فکر کنم بیشتر نقش داشته. و اصلا اصولا دکترا هم همه فاند میگیرن، یه مسترزه که حالا کسی که بخواد معماری از لیسانس به دکترا بیادش امریکا، اونم از لیسانس به دکترا من ندیدم، اما مستقیم دایرکت از لیسانس به دکترا من ندیدم بر معماری، من بر بقیه رشته ها. آره آره بر بقیه رشته ها هستش، بر معماری من ندیدم. نکته جالبی بود، چون فکر میگرنم اونم داره. آره نه خب مقاله باید داشته باشن دیگه، حالا یکی رشتهش معماری باشه بخواد نوشتم واسه پذیرش دکترا برای این رشته باید مقاله داشته از مسترز. ببین خب مقاله خیلی مهمه به خاطر اینکه تو داری ریسرچ میخوای ریسرچ بکنی توی دکترات، و برای اینکه نشون بده که تو ریسرچ بلدی، خب اینا به مقالهات نگاه میکنن دیگه. خب مقاله مهمه، باید نبایدشو نمیدونم. مثلا من یادم هاروارد چیز داشت اپلای که کرده بودم براش، گفته بودش که آها ما نمونه چیز میخوایم، رایتینگ میخوایم ازتون، از مقاله هایی که نوشتی. خب یعنی پس مهمه براشون که تو مقاله نوشته باشی. ولی آره نمیدونم چقدر تأثیر داره توی پذیرش، ولی فکر میکنم تأثیر خوبی داشته باشه. آیا طرحی در مورد انرژی ساختمون داشته باشیم اپلای میشه؟ یعنی کجا داری میکنی؟ آها آیا طرحی ساختمون داشته باشیم؟ نمیدونم. با اینکه دیتا پروژهتون از کدوم سورس و چه مقدار هست؟ کدوم پروژه چیم؟ پروژه یعنی ریسرچ پی اچ دی دیگه. اگه منظور ریسرچ پی اچ دی، من دارم روی روی شهر دهار کار میکنم، روی سان دیگو دارم کار میکنم. دیتا هایی که براش لازم دارم دیتا های جی آی اس سان دیگو، که سان دیگو واقعا من خیلی برو از شهردارتون تشکر کنم بهار اگه یه وقت میتونی داشتی این چیزی، واقعا یک اصلا ریچ ریپوزیتوری آف دیتا دارن، خیلی دیتا دارن و دیتا های خیلی تمیز و مرتب از کل شهر دارن. این که مثلا ساختمونا و اینا تو کل کانتی
فراتر از شهره کانتی مثل تهران بزرگ کرج و البرز و اینا رو آفرین. آره 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 از کل کانتی داره. از میگم دیتا خیلی تمیز، حالا بچه‌ها اگه جی آی اس بلد باشن، یعنی بدونن جی آی اس مثلا دیتای شیپ فایل چجوریه در جریانن. و چیز دیگه هم که نیاز داشتم، دیتا انرژی مصرفی ساختمون‌های توی این کانتی سان دیگو بودش که اونم راستش بخوای این دیتایی که خیلی از شهرها اینو نمیدن، یعنی اصولا نرم اینه که دیتای انرژی مصرفی خونه ها رو ندن، ولی شهر سان دیگو از سال 2012 تا همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم دیتای تک تک ساختمون ها و اینا رو، البته دیتایی که بهمون میده زیپ کده، یعنی میگه هر زیپ کدی برای در واقع رزیدنشال و کامرشال و اگریکالچرال و اینداستریال ترجمه کنیم، صنعتی و مسکونی و اداری و آره مال و اینا. آره 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 اینا مثلا توی هر ماه سال اینا چقدر انرژی مصرف کردن، یعنی میگم گرانولیشن دیتا اونقدری هستش که خیلی مشخص نباشه داریم راجع به کدوم ساختمون صحبت میکنیم، و اونقدری باشه که مثلا قابل استفاده باشه. من از این دیتا استفاده کردم برای چیزم و عمدنم سان دیگو رو استفاده کردم به عنوان کیس استادیم، به خاطر اینکه میدونستم این دیتا ها راجبش وجود داره. این دیتا های واقعیه، دیتا های ریل ورلده. گفتن آتلیه چند بودی؟ 5. خانم بینا الان خودشون کار دارن تو نیویورک، درسشون تموم شده، داشتن براتون به سان فرانسیسکو پیشتر آخ آخ من عاشق سان فرانسیسکو هم، نیویورک اشتباهی شد به خدا، من اصلا نیویورک خوشم نمیاد، ولی دیگه مسافر خورد. من چی بود چند وقت بودش، مدت طولانی، یعنی 3 تا تابستون پشت سر هم نیویورک زندگی کردم، میگم نیویورک پرش سان فرانسیسکو زندگی کردم و اصلا عاشق سان فرانسیسکو، یعنی بچه ها دوستان همه میدونن کلا من. ای خدا نوشته لیست دانشگاه هایی که تو کالیفرنیا خودتون گوگل کنین پیدا میشه. ببین برکلی، یو سی برکلی رو ببین، چیز اسمش خدا یو اس سی میدونم خوب کار میکنن، UCLA اصلا راجع واقعا نمیدونم راجبش، ولی عارفم یه سرچ بکنید کامپیوتیشنال دیزاین مثلا توی حالا کالیفرنیا خیلی سخت نباشه پیدا کردنش. جایگاه گراس هاپر چطور تو آفیس؟ توی آفیس کلا، تو آفیس های معماری یا توی آفیس ما اصلا کاربردی نداره. فکر کنم منظورش تو باشی دیگه، یعنی همه آفیس های معماری کاربردی نداره اصولا. تو دانشگاه ها داره، من تی ای گراس هاپر بودم دانشگاهی که بودم، ولی اینجوری نیست که حالا همه کار کنن باش. منم چون اصلا اینجا تجربه کار معماری ندارم نمیدونم چقدر استفاده میکنم، ولی موقعی که آتودست بودم همین با کاستومرهای مختلف صحبت میکردم و اینا اینترویوشون میکردم. ببین میخوام بگم که اصلا کلن ریسرچ خیلی عقب تر از خیلی جلو خیلی جلوتر از ریل ورلد اپلیکیشن تو حوزه معماری، یعنی تازه شرکت ها دارن شروع میکنن مثلا کامپیوتیشنال دیزاینر هایر کردن، استخدام کردن. خب تو فکر کن مثلا یکی که ای آی و ماشین لرنینگ بازه مثلا چند صد سال دیگه میخواد هایر بشه، پس شرکت معماری، شرکت های معماری که آرندی دارن، اسمش خدا یه دونه بود خیلی هم خوب بود، من یادم رفته اسمش چیه، توی کلورادوه. آره توی کلورادوه، اصلا یادم نمیاد. حالا اگه بچه ها مثلا پیگیر باشن، توی اکیدیا امسال سال 2019 که توی تگزاس بود یه ورکشاپ هم داشتن. ببینین نمیدونم اسمشو واقعا یادم نمیاد چیه، مثلا اونا اصلا یه دپارتمان آرندی داشتن، یا مثلا پرکینزن میلی دپارتمان آرندی داره که خب مثلا خیلی دیگه مثلا واقعا گراس هاپر میخوان، ملتی گراس هاپر باز میخوان، پایتون باز میخوان. من خودم الان مثلا کسی که دارم برای کارآموزی میگیرم باید پایتون کامل بلد باشه، گراس هاپر باید اصلا دیلی بلد باشه، یعنی اصلا بهش میگم مثلا تو فکرش الگوریتم ساخته بشه. یکی بچه‌ام یادمه توی کامنت ها راجب داینامو پرسیده بود، بچه داینامو خب همون در واقع گراس هاپر رویت و محصولات آتودسکه، خب داینامو همون یه ویژوال پروگرامینگ لنگویج مثل گراس هاپر که برای رویت و اینا استفاده میشه. یکی نوشته که
اگه توی آمریکا باشیم و لیسانس از ایران داریم ولی سی وی خیلی قوی نداریم، بخوایم اپلای کنیم چجور سی وی رو قوی کنیم؟ مثلا کانادا گرین کارتی اومدن تا کنم سبونم چقدر میگم پارامتر زیاد. اگه تو آمریکا باشیم، ایف آمریکاه، ایف لیسانس از ایران داریم، تو فکر کن طرف فکر کنم گرین کارت داره آمریکاه، دنبال کار معماریه ولی مدرک نمیکنه، چطور میتونی سی وی مون رو قوی کنی تو مدت اوو نمیدونم چجوری با سی وی تو قوی کنی؟ استرس شو بردم شرکت تو چی گفته تو مدت محدود مثلا یک سال ببین من فکر میکنم که آخه بسیار میخوای چی کار بکنی؟ مثلا میخوای بری معمار بشی، میخوای معماری کار بکنی، میخوای بری مثلا همین AI میای یاد بگیری، میخوای کامپیوتر دیزاینش چی میخوای یاد بگیری؟ اگه چیزیه که تو میتونی آنلاین یاد بگیری، برو آنلاین یاد بگیر، پروژه انجام بده و این حرفا. نمیدونم و نمیدونم، سوال خیلی پرسنالیه، نمیدونم چرا میشه جواب کلی داد. این دیتا ها رو چطور میشه آنالیز کرد؟ مثلا با دسیم کلاسیفیکیشن، نمیدونم چی نمیشه. ببین این که الان خیلی سوالیه که خیلی مربوط به چیزمه، به لیسان، به ریسرچی که الان دارم میکنم. برو گوگل سکالر همو ببین، برو پیپر ها رو بخون. ولی یه پیپری که اخیراً دادم راجع به که این با این دیتا ها چجوری کار کردم، مانه DCCه، DCC کنفرانس دیزاین کامپیتر کاگنیشنه که قرار بود جون باشه، الان افتاده دسامبر، هنوز پابلیش نشده، ولی من فکر کنم تو ریسرچ گیت هم بذارم همین روزا، خاطر اینکه اوکیه بذارم. ولی گوگل سکالر همو برو ببین، آره پیپر اکادیمو برو ببین. خوشه اصلا این جوره خلاقیت انسانی رو نمیگیره. همه آنتنی ها رو اگه یه ماشین قراره پیشنهاد بده دیگه، راجبه این صحبت کردیم دیگه. ببینید اصلا این مثلا این سواله که راجبه این که آیا لایو قبلی هست بریم ببینیم. آره و این که اصلا کلن جای انسان رو میخوان بگیرن یا هر چیزی، این سوال خیلی درستی نیستش. من فکر میکنم خیلی شغلای جدیدی به وجود میاد، خیلی شغلها عوض میشن. کی فکرشو میکرد خیلی شغلا از بین میرن؟ آره خیلی شغلا واقعا از بین میرن. ولی مثلا برای معماری من فکر میکنم خیلی نگرانش باشیم، به خاطر اینکه مارکت AEC یعنی همین Architecture Engineering Construction خوب یا بد خیلی چیز گارد داره مقابل در برابر تکنولوژی، و من فکر نمیکنم حالا حالا ها اونجایی برسیم بخواد واقعا جای آدم ها رو بگیره مثلا ML و اینا. دای آرت تو زمینه آن تو داری، من دارم میرم بالا میخونم، من پایین نمیخونم، من دارم میرم سالای قبلی رو میخونم. نوشتن که سای آرت رو تو زمینه کامپیوتر دیزاین چطور میبینیم؟ آقا من یه چیز راجع به سای آرت بهتون بگم. سای آرت بسیار فیوچریستیکه، خیلی تو آینده است، و وقتی که توی چیز نیستن، تو AI نیستن، تو معماری هستن، ولی خیلی پرتن، یعنی دانشگاه و دانشگاه خیلی خفنی ها، ولی موضوعاتی که دارن، کسی که دفاع میکنه با مستر سای آرت توی پورتفولیوش که میخواد واسه کار بره، نمیتونه اون حتی دفاعشو بذاره، میخواد اینکه با دنیای واقعی خیلی متفاوته. باشه دارم سوالا رو میبینم. معدل فوق لیسانس چقدر مهمه برای دکترا؟ فکر نمی کنم خیلی مهم باشه. من فکر نمی کنم توی چیز، توی حداقل معماری، نمیدونم واقعا. ندان هست، به به به، هنوز من به کامنت ندا ولی نرسیدم، ولی دیدم یه جا اومدش. چند بار اومد توی آتودس کارتون چی بود؟ ریسرچر بودم، معلوم بود آتولیه پنج بودی خوربون شما. تو خیلی رفتی بالا به پایین. آخه آدم هایی که اول چیز دادن خیلی گناه دارن. بیا پایین. بکش بالا به پایین. چیزه؟ ندار رو دیدم. آخرین سوال سای آرکه. سای آرت نه، سای آرک. خیلی پایین تر الان. با من ندارم، من کسی دیگه رو نمیبینم. من لیسانس کامپیوتر دارم، قصد دارم کالج کانادا معماری بخونم، خواستن از جان چی که شدنی هست اگه بازش. من کانادا هیچی نمیدونم، من فقط راجع به آمریکا میدونم. پرسیدن که تایتل بعد از فارغ التحصیل شدن از Architectural Computation برای مستر جابت چیه؟ میشه ریسرچر؟ چی چی چی؟ تایتل میشه ریسرچر؟
آها من اتودسک بودم، ریسرچر بودم، الان دایرکتور اف جنراتیو دیزاینم توی این شرکت جدید. خیلی این خانم نگار دوست دارن که تو رو اینتردیوز کنن. من خیلی خوبه، لینکدین هم هستش، چیز بده یه ریکوست بده با هم دیگه در تماس باشیم. میدونی که من سان فرانسیسکو عشقمه و دارم الان با نیویورک سعی میکنم کنار بیارم. اصلا هنوز موو نکردم به خاطر کرونا، ولی دارم هی یوتیوب راجب نیویورک میبینم که بتونم باهاش یه ذره ارتباط دارم. داینامو رو چطوری و چجوری یاد بگیریم؟ چه سایت آموزشی خوبی براش میشه؟ برای گراساپر چی؟ ببین من اول گراساپر بلد بودم خب، و گراساپرم خودم یاد گرفتم. حتی اون موقع من چون با همسرم موقع خب دوست پسرم بود آشنا شده بودم، اردوان خب خیلی چیز بود، اصلا توی ایران ورکشاپ های گراساپر داشت. بچه ها بشناسن اردوان و مهراد و اینا، مهراد مهنیان خیلی خوب از این ورکشاپ ها میذاشتن. هم اردوان بهم خیلی کمک کرد با گراساپر، هم خودم خب یاد گرفتم، بعدشم خودم هی ورکشاپ میذاشتم و وقتی آدم یاد میده خودش هم هی یاد میگیره دیگه. داینامو رو با همون در واقع الگوریتمیک سینکینگ که از گراساپر یاد گرفتم، داینامو رو هم خب خیلی سریع راه افتادم. یه سری تفاوت‌های کوچیک دارن، مثلا اکسس کردن به مثلا لیستا و دیتا چی و اینا یه ذره متفاوته تو داینامو، ولی یه پروژه کوچیک باش ببندی خیلی سریع میتونی راه بیفتی اگه گراساپر بلد باشی. اینکه از کجا یاد گرفتم داینامو رو، هیچ، همینجوری شروع کردم باش بازی کردم ببینم چی ازش یاد میگیرم دیگه، ولی چون گراساپر بلد بودم. من میتونم خیلی الان خیلی ورکشاپ های گراساپر رو چه میدونم دیجیتال آرکیتکچر و فلان و اینا توی ایران هستش، یعنی ای تو ایرانی این میتونین واقعا این ورکشاپ اگه بچه ها میذارن رو بریم. خب اگه سراغ معماری و هوش مصنوعی بریم، یعنی تو آفیس در حال حاضر کار نمیتونیم پیدا کنیم، کار ریسرچ باید انجام بدیم. کار شرکت معماری، شرکت ببین، شرکتی که پیور خالص داره معماری میکنه خیلی شرکت کمی هن که الان دارن مثلا با ای آی و اینا کار میکنن. خب اصلا مارکتی که بعد دنبالش بری، یه بخش اینداستری که دنبالش بری اصلا یه اینداستری متفاوتیه. ببین مثلا شرکت های معماری که آرندی دارن خیلی محدودن. بهار کمک کن، مثلا پرکینز اند ویل هستش، خیلی آرندی خوبی من داره. من خیلی تو معماری منم میگم منم خیلی توی فاز تک و اینا واقعا شرکت معماری نمیدونم. بذار من گنسلر داره، ان بی بی جی داره اگه اشتباه نکنم، نه ان بی بی جی چیز استنتک داره. بذار من یک ریسرچی بکنم راجع به این، یعنی یه ذره فکرم رو بیارم روی کاغذ، اینو مینویسم براتون. ولی آره ببین مثلا کمپانی ما واقعا جز معدود کمپانیایی هستش که خیلی چیزه، خیلی دیسراپتیوه، خیلی اینجوریه که من هر کاری که آدما به صورت عادی دارن انجام میدن من نمیخوام عادی انجام میدن، من میخوام همه چی مثلا کاملا خدا خیر بده رئیس مناسب رو، صاحب شرکت مناسب رو. آره ما میدونم ما خیلی چیز داریم، خیلی داریم به این سمت میریم. را دیگه نیانیم شکار شناسی معماری هستم، لطفا بگید باید چیکار کنم برای آینده خفن. بهترین خودت باش. من ترم 6 کارشناسی برای آینده خفن. آینده خفن یعنی چه؟ هر کاری که میکنی بهترین خودت باش، بهترین خودت که باشی آدم های دیگه دنبالتن. در مورد 3D آرتیست کلا 5 دقیقه وقت داریم. اگر با هوش مصنوعی برنامه بنویسیم که انسانی که قرار داخل زندگی کنه که آنالیز کنه و ساختمان داخلیش به صورت اوتوماتیک تغییر کنه تاثیرش چقدره؟ حتی سوالو من نفهمیدم. من نه متوجه نشدم. آه کنون دیزاین داره، راست میگه کنون. آره آرندی داره. کدوم سرتیفیکیت الان معروفه برای کار و بشه در دو سه ماه گذروند؟ من سرتیفیکیت ها رو نمیدونم، نمیشناسم. مانه یعنی این چیزای مختلف رو چی میگن؟ نه اینکه آنلاین ها، کورس های آنلاین و اینا رو من نمیدونم چه سرتیفیکیتی مثلا خیلی بابه و فلان و اینا. SOM هم میگن که داره. SOM هم داره خب.
دیگه چی؟ با مدرک سیسکو مایکروسافت میشه اپلای کرد آمریکا کار کرد؟ مدرک سیسکو و مایکروسافت چیه؟ مایکروسافت مدرک میده؟ نمیدونم دیگه چی؟ من خیلی رفتم بالا توی اکسان دیگه همینا دیگه آخرشه. میشه راجع به زبان بگی؟ آره ندا هم اون برگو فچه خیلی راجع زبان خیلی خب زبان یه خیلی طولانیه الان میکنم یا زبان انگلیسی رفتم. زبان انگلیسی مشکل چند نفر پرسیدم مشکل زبان و اینا نداشتین؟ نه من نداشتم. نه من داشتم بچگی انگلیسی دیگه ولی اوکی. آره من از بچگی انگلیسی بلد بود، یعنی بلد بودم که یاد گرفته بودم و این حرفا، واسه همین من اصلا مشکل زبان نداشتم. اوکی خیلی متشکرم ازت، خیلی لایو خوبی بود، متشکرم. ان شاءالله که همینجوری بالا بالا بالاتر. منم میخوام به اون سمت برم و شروع کردم جدیداً هم با تو حرف زدم هم با تو سنم بعد دیگه قرار حرف بزنم و وقتی که دنیا داره به اون سمت میره چیزیه که قاعدتاً آره در آینده چیزیه که همیشه هست دیگه، نه که حالا این نباشه ولی کمک میکنه که شاید بهتر بشه. آره. چون که معماری حقوق اونقدر زیادی نداره، اگه پولم براتون اهمیت داره قطعا توی ریسرچ و اینا برین خیلی تفاوت. آره. ریسرچ توی فاز تک و اینا برین یهویی اصلا حقوقتون مونده نمیره بالا از معماری. خیلی ممنونم. آره. ازت. من لایو جدی میذارم توی یوتیوب، فقط چیز کن این گوگل اسکولار رو پوینت چیه سورس های آی اس آی و اینا رو همه رو برمان بفرست که من اینا رو بنویسم. باشه 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 حتما. مرسی بچه ها، متشکرم از همتون. شب و روز همه خیلی هر جای دنیا که هست. مرسی بینا جون، خدا.